با درود خدمت دوستان و همراهان عزیز که در جلسه حضور دارین. امروز 3 سپتامبر 2022 هستش و در خدمت شما هستیم با جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. در این جلسه در خدمت شما عزیزان هستیم با سخنرانان این جلسه که به ترتیب جناب عبدالمجید بازداران در رابطه با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته، یعنی در آقای مرداد ماه موضوعشون رو مطرح میکنن. در ادامه جناب آقای رضا حاتمی رو داریم که بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو ارائه میدن و مقایسه میکنن اون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی. پس از اون جناب سیاوش نوروزی رو در خدمتشون هستیم که سخنران جلسه هستن در رابطه با مسکن و کارگران در ایران، موضوع رو برای ما دارن. پس از ایشون بانو مهناز ترابی در رابطه با امنیت شغلی در ایران مطالبشون رو ارائه میدن و در ادامه جناب مهدی افشارزاده در رابطه با روز جهانی صلح مطالب خودشون رو ارائه میدن. در پایان جلسه هم بحث آزادی رو داریم در رابطه با حق امنیت و رفاه اجتماعی که در موضوع خودکشی سریال کارگران، در واقع سریالی کارگران باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم که امیدوارم جلسه پرباری رو داشته باشیم، هرچند که عملا گفتگو در این رابطه جای هیچ گونه مطلب خوشایندی رو برامون نداره، ولی خب مواردی هست که در ایران اتفاق میفته. خب اگر آماده هستین جناب بازداران، ما در خدمت شما هستیم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر رو در ماه گذشته جناب بازداران. بله، درود بر شما دوستان و همکاران عزیز، هستم خدمتتون. امیدوارم که صدام در جلسه باشه. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. به گزارش خبرگزاری پیام روز شنبه 29 مرداد ماه جمعی از معلمان طرح مهرآفرین به دلیل وضعیت بد معیشتی، اجرای ناقص طرح رتبه بندی و عدم همگانسازی حقوق مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش های فرهنگیان مهرآفرین حاکی از آن است این معلمان پس از 10 سال کماکان پیمانی بوده و به دلایل نامعلوم اداری رتبه بندی معلمان شامل حال آنها نمی شود. همچنین گفته می شود این معلمان حقوقشان را بنابر بخشنامه آموزش و پرورش از طریق اعتبارات دولتی دریافت می کردند و حتی چک پرداخت حقوقشان نیز بنابر این که بعداً مدعی نشوند به نام آنها صادر نمی شده است. معلمان معترض خواهان اجرای طرح طبقه بندی و رسیدگی به مطالباتشان از جانب مسئولان آموزش و پرورش هستند. این گزارش مخالف بند الف ماده 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. در این بند گفته شده است که هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری هم مورد حمایت قرار گیرد. در گزارش بعدی با بازنشستگان فولاد اصفهان در مقابل صندوق حمایت از بازنشستگی این استان تجمع اعتراضی برگزار کرد. این تجمع در اعتراض به پاسخگو نبودن مقامات دولتی به خواسته های بازنشستگان فولاد اصفهان باشد. این تجمع روز یک شنبه 30 مرداد ماه 1401 برگزار شد. بازنشستگان بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود افزایش 10% تورم 100%، تأخیر در پرداخت و بی‌ارزش شدن معوقات در اثر تورم، ظلم به بازنشسته فولاد است. اصلاح 38% به علاوه 550 هزار تومان حقوق حق مسلم بازنشستگان بوده است. بازنشستگان فولاد اصفهان پیش از این بارها تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان شده بودند. آنها پیش از این طی بیانیه‌ای خواسته های خود را بیان کرده بودند. متن این بیان‌نامه به شرح زیر است. ما بازنشستگان صندوق فولاد افتخار می‌کنیم که جوانی و سلامت خود را در راه پیشرفت صنایع فولاد کشور و مشاغل سخت و بیماریزا و پرخطر سرمایه‌گذاری کردیم. ما وظیفه خود را مطابق آیین‌نامه استخدامی فولاد تا زمان بازنشستگی به نحو احسن ادا کردیم. ولی با کمال تأسف
نوبت به دوران بازنشستگی که رسید شاهد تعلل و کوتاهی دولت‌ها از انجام تعهداتشان به این قشر زحمتکش هستیم. درد و رنج بیماری‌های ناشی از مشاغل سخت و طاقت فرسای صنایع فولاد در دوران بازنشستگی کم بود، با بیمهری و کم توجهی دولت‌ها در انجام تعهداتشان نیز همراه شد. ما بازنشستگان فولاد در راستای رفع مغایرت‌های قانونی و رهایی از مشکلات فراتر از حد تحملمان، پیشگامان صنعت فولاد از صندوق بازنشستگی فولاد خواهان اجرای موارد ذیل هستیم. 1. افزایش حقوق 25% متوسط حقوق بازنشستگان فولاد مطابق مصوبه متمرکز سازی دولت و آیین‌نامه فولاد. 2. عقد قرارداد بیمه های درمانی با تعرفه ها و فرانشیب های درمان فولاد. 3. برقراری حقوق و درمان بازنشسته فولاد از طریق جدول 7 قانون بودجه. و 4. برقراری خدمات و مزایای رفاهی نقدی و غیر نقدی طبق آیین‌نامه فولاد. این گزارش نیز مخالف ماده 25 اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر می باشد. در این ماده اشاره شده به حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. گزارش بعدی موج خودکشی کارگران و مرگ در پی حادثه کارگری از ابتدای سال جاری افزایش چشمگیری داشته. نبود امنیت شغلی، اخراج‌های خودسرانه کارگران توسط مدیران و مسئولین کارگاه‌ها و مجتمع‌های بزرگ بدون چونه با دوستان شما صدای آقای بازداران رو دارین؟ نه، چطور از اتاق؟ خیلی متاسفانه. احتمالا اینترنت رو مشکل پیدا کرده، حالا کلا از اتاق خارج شد. یه چند از اتاق سب میکنیم ببینیم چه اتفاق برشون کنیم. فقط به خاطر همین اتفاق من آقای بازداران بفرمایید. صداتون یه مدت قطع شد، به نظرم که بهتر یه مدت از عقب‌تر صحبت کنیم. من عذرخواهی میکنم، ببخشید من یه لحظه اینترنتم قطع شد، نمیدونم به چه دلیل بود. ادامه گزارش رو میکنم خدمتون. به چند مورد از مواردی که باعث مرگ کارگران در مرداد ماه شده اشاره میکنم. دوم مرداد ماه یک پایگان شهرداری رشت بر اثر تصادف خودروی سواری با خودروی حمل زباله در گذشت. در همان روز یک کارگر مجتمع کشت و صنعت مقان هنگام تعمیر دستگاه کشاورزی جان باخت. 4 مرداد ماه دو کارگر شرکت حفاری بر اثر ریزش ناگهانی دیواره چاه در خرم‌آباد جان باختند. 5 مرداد ماه یک مغنی در همدان دچار گاز گرفتگی شد و جان باخت. 7 یک کارگر جوان در اثر سقوط در چاه جان داد. باز هم در همان روز یک کارگر اداره مخابرات روستای زرین آباد بر اثر سقوط از تیرک مخابرات جان باخت. در 8 مرداد ماه یک سیمبان در رشت در یک حادثه کارگری فوت کرد. 9 مرداد ماه یک سیمبان در اصفهان به دلیل شوک از بالای تیرک به پایین پرداخت شد و جان باخت. 11 دو حادثه کارگری مجزا دو کارگر ساختمانی در یاسو جان باختند. 14 مرداد ماه 4 کارگر در یک واحد تولید در روستای قمصر باغ شهر تهران به دلیل استنشاق گاز جان دادند. 15 مرداد یک کارگر شاغل در منطقه نفتی بهرگان در یک سانحه رانندگی فوت کرد. 17 مرداد ماه یک کارگر در کشتارگاه طیور در سال آباد همدان کشته شد. 19 مرداد ماه 3 کشاورز در عمق چاهی در ملایر
کشته شدند. 21 مرداد ماه شاگرد بولدوزر معدن طلای آق دره به دلیل برخورد بیل لودر به شدت زخمی و در بیمارستان فوت کرد. 21 مرداد ماه در آتش سوزی مخازن قیر یک کارگر 18 ساله کشته شد. 22 مرداد ماه یک مهندس در پتروشیمی انتخاب به دلیل سقوط از ارتفاع جان داد. باز هم در همان روز در حادثه واژگونی مینیبوس حامل کارگران در بخش ارم دو کارگر جان باختند و 8 تن نیز زخمی شدند. 24 یک راننده بولدوزر معدن کرومیت شهرستان جاغتای به دلیل ریزش کوه جان سپرد و در 25 مرداد ماه یک کارگر در شهرک صنعتی شرق سمنان دچار حادثه کارگری شد و جان باخت. در کشور آمار دقیقی از تعداد حادثه کارگری هیچگاه ارائه نشده است، اما پزشکی قانونی با آمار سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار اختلافات جدی دارد. این آمار مربوط به کارگرانی است که مشمول قوانین بیمه و کار می باشند، اما بیش از 30% کارگران مشمول قوانین بیمه و کار نیستند. آنها در صورت بروز حادثه کارگری از ترس اخراج درخواست غرامت از کارفرما نمی کنند. طبق آمار منتشره تعداد حادثه کارگری و عدم ایمنی در کار به وضعیت نگران کننده ای رسیده است و کارگران از ترس اخراج مربوط به انجام هر کاری که کارفرما میگوید هستند. متاسفانه این آماری که گفته شد فقط مربوط به مرداد ماه بود و ملاحظه کردیم که البته آماری است که ثبت شده، به غیر از اینها خیلی خیلی ها ثبت نمی کنن. در گزارش بعدی به گزارش خبرگزاری ایران کارگر در تاریخ 27 مرداد 1401 17 تن از کارگران شرکت آذرآب عراق هر یک به 3 ماه حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم به دلیل شرکت این کارگران در اعتراضات صنفی خرداد ماه 1401 می باشد. کارگران شرکت آذرآب عراق در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و وضعیت نامشخص کارخانه در خرداد ماه درب ساختمان مدیریت را پلم کرده و مدیر کارخانه را اخراج کرده بودند. این اقدام در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات و تعطیلی کارخانه آغاز شده بود. این کارگران اکنون نزدیک به 1.5 سال است امنیت شغلی ندارند و هر آن ممکن است از کار اخراج شوند. مدیران کارخانه و وزارت صنعت نیز نسبت به وضعیت کارخانه پاسخ مشخصی به کارگران نمی‌دهند. این شرکت پیش از طرح خصوصی سازی از مهمترین صنایع کشور محسوب می شد، اما در حال حاضر در وضعیت نابسامانی قرار دارد. یکی از کارگران شرکت آذرآب در این رابطه با وضعیت فعلی شرکت به مشکل نداشتن مدیر ثابت اشاره کرده و می گوید اصلی ترین مشکل عدم ثبات مدیریتی است. ما انتظار داریم یک مدیر ثابت به شرکت بیاید و برای مدتی طولانی بماند تا کارها روی قلتک بیفتن و اوضاع مرتب شود. این گزارش هم مخالف ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که در این ماده اشاره شده به عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. من همینجا گزارشات رو به پایان میبرم. گزارشات مرداد ما خیلی زیاد بود، گزارشات متاسفانه، ولی خب من به خاطر وقت کم دیگه به همین چند مورد اکتفا میکنم. دوستانی که دوست دارن گزارشات رو به روز دریافت کنن میتونن از سایت بشریت استفاده بکنن و در بخش کمیته کار و کارگر تمام اخبار به صورت روزانه اونجا آپدیت میشه. متشکرم از توجهتون. من مایک رو رها میکنم. ممنونم از شما جناب بازداران عزیز. هر ماه که حداقل این جلسه برگزار میشه شاهد اخبارهای ناگواری هستیم که فقط جای تاسف داره و امیدوارم که خیلی زود به یک موقعیتی برسیم که دیگه شاهد یه همچین اخباری نباشیم. دوستان اگر موضوعی هست که لازم هست عنوان کنند در خدمتتون هستیم. در غیر این صورت در خدمت جناب حاتمی خواهیم بود. بله جناب عزیزی بفرمایید. مایک رو برای عزیزی باز کنیم. بفرمایید جناب. خسته نباشین. سلام به همگی. الان در شهرداری تهران هم خبری شنیدم اکثر کارگرایی که 10 سال قرار داد دارن طبق قوانین جمهوری اسلامی باید اینا رسمی بشن، ولی خب همینجوری موندن، هر سال همینجوری استرس دارن. بسه شب عید قرارداد تمدید میشه یا نمیشه، یعنی واقعا داره در حقشون ظلم میشه، حقشون اشراف میشه. ممنونم.
ممنون از شما جناب عزیزی. بله البته خب این موارد تازگی نداره، هر سال که یعنی هر روزه کارگران با این دغدغه همراه هستن. ولی خب ممنون از اینکه باز این خبر رو با ما در میون گذاشتید. اگر موردی نیست در خدمت آقای حاتمی باشیم با بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر. جناب حاتمی اگر آماده هستیم ما در خدمت شما. صدای بنده رو دارین؟ بله بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عذرخواهی بابت تاخیر. در ابتدا شرح ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عرضتون میرسونم. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این صورت است که هر کس حق داره کار کنه، کار خودش رو آزادانه انتخاب کنه، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشه و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار بگیره. همه حق دارن بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی هم دریافت کنند. هر کس که کار میکنه مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت میکنه که زندگی خودش و خانوادهش رو تأمین کنه و اون رو در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگه و حمایت اجتماعی تکمیل کنه. هر کس حق داره برای دفاع از منافع خودش و دیگران اتحادیه تشکیل بده یا حتی در اتحادیه‌ها شرکت کنه. در این ماده از شغل حرف به میان آمده و حقوقی که برای انسان مربوط به شغل است گفته شده است که آنها را بررسی می‌کنیم. به این صورت که هر کس حق داره که شغل داشته باشه به این معنی که نمیتوان کسی را از داشتن شغل محروم کرد، یعنی به طور کلی از داشتن یک کار نمیتونیم محروم کنیم، اما اگر دادگاهی فرد تاجری را به علت ورشکستگی از تجارت محروم کرد نمیتوان مصداق این ماده باشد. محروم کردن فرد به طور کلی از شغل منع حقوق بشری دارد و حقوق ذاتی او را به خطر می اندازد. هر کس حق داره در شغل خود شرایط منصفانه و رضایت بخش داشته باشه که در دنیای سنت بسیار نادیده گرفته می شده و امروز هم در جوامع عقب افتاده زیر پا گذاشته می شه. افراد در شغلهای خود شرایط بد و سختی دارند، مخصوصا زنها و افراد مهاجر و پناهنده. حالا در ادامه در موردش بیشتر توضیح میدم. هر کس حق داره در شغل خودش حقوق مساوی با دیگران داشته باشه. بسیاری از حقوقی که در کار هست برای بهتر کردن وضع کار و کارگر به وجود آمده که باید برای همه مساوی باشه، که باز هم برای جوامع کمتر توسعه یافته و زنان و مهاجران وضع تبعیض‌آمیزی دیده میشه. نباید از انسان بهره کشی بشه و شأن انسانی رعایت نشه که در بسیاری از مناطق جهان موارد ناگهانی دیده میشه، مخصوصا برای زنان و مهاجران. در کشورهای رو به توسعه و کمتر توسعه یافته به میزان بسیاری دیده میشود. یکی از موارد مهم که در این ماده وجود داره اینه که برای کار خود بتونیم اتحادیه و سندیکا داشته باشیم. در کشورهای توسعه یافته در تمامی شغلها اتحادیه و مجمع و سندیکا وجود دارد. برای حفظ حقوق و بهتر کردن شرایط کار و همینطور دفاع از اونا در مقابل حکومت و قدرت‌های دیگه. اگه این قسمت از ماده در کشوری قوی باشد میتوان امید داشت که وضعیت کار بهتر بشه، چون از تمام موارد بالا میتونیم با وجود سندیکا و اتحادیه دفاع کنیم. در زمینه کار قوانین بسیاری تصویب شده و همینطور سازمان‌های زیادی نیز وجود دارد که به کمک می‌آیند. میتونیم به مسائلی چون بهبود وضع زنان و مردان به طور مساوی در کار، در واقع حقوق معلولان، ممنوعیت کودکان کار و دیگه مسائل اشاره کنیم. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی موافق داده و به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر ملحق گردیده است.
بنابراین مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاق‌ها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به اون رو تعهد نموده است. علاوه بر این جزء کشورهایی است که بیشترین قطعنامه ها رو در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 39 سال اخیر دریافت کرده. در بند یک ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خودش انتخاب کنه. شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خودش رو دارا باشه و سزاوار حمایت در برابر بیکاری باشه. دولت جمهوری اسلامی ایران بنابر ماده 117 قانون مدنی ایران مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی بر خلاف مصالح و شؤون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند یک ماده 23 قانون بین المللی کار. ضعف قوانین ایران درباره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آنها را از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند. تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه برای کودکان زیر 15 سال ممنوعه، ولی هزاران کودک زیر 15 سال به کارهای سخت مانند ساختمان و قالی بافی اشتغال دارند و کارهای بدتر از این حتی. در مورد کارگری که از کار محروم می شود یا بهایی‌هایی که به زور مغازه هاشون رو می بندند، هیچ کدام از این اقدام ها با فلسفه‌ای که قانونگذار مد نظر داشته همخونی نداره. در بند دوم و سوم ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداش و هیچ تبعیضی برای کار برابر مزد برابر دریافت کند. هر کسی که کار میکنه سزاوار پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خودش و خانوادهش موافق با حیثیت و کرامات انسانی است و بیمایستی در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی برخوردار باشه. جامعه کارگری کشور امروز به شدت به خاطر معیشت و تأمین مایحتاج اصلی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. تبصره دو ماده 7 قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کند، چون اثبات شغلی یکی از اولویت‌های اصلی جامعه کارگری کشور، متاسفانه کارگران زحمت کش این مرز و بوم امروز از نبود امنیت شغلی در خطر هستند. ثبات شغلی لازمه کیفیت به روند کار، تولید، رشد رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در بند چهارم ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده هر شخص حق دارد برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه صنفی بپیوندد. اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل‌ها را آزاد دونسته، ولی با افزودن جمله نقض نکردن موازین اسلامی عملا این آزادی تشکل‌ها را بی اثر ساخته. فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل‌های کارگری و صنفی اختصاص داره، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود کرده و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند رو هم که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عمل کرده اون میشه رو به شورای عالی کار و هیئت وزیران سپرده. با اینکه انتصاب جزء حق مسلم کارگران میشه،
جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با اون برخورد کرده و اون رو سرکوب کرده و میکنه. بیش از 500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض های دیگر در سال 1395 در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهام هایی مثل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر و دیگر اتهام های مبهم متهم می شوند. متاسفانه قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار بر پایه دین و قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیزه. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قائل میشن. اتحادیه‌های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را روی نهادهای قانونی که ظاهراً باید نماینده کارگران باشند اعمال میکنند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند، فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه کارگری خودشون رو به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی هزینه زیادی را با اخراج از کار می پردازند. به امید روزی که ماده 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق امنیت کار هست در کشور ما فقط یه نوشته نباشه و اون اهمیت داده بشه و اجرا بشه. من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم و ممنون که این وقت رو به من دادید. سپاس. سپاس از شما جناب حاتمی عزیز، ممنون از بررسی کاملتون در رابطه با ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مواردی که در رابطه با قانون اساسی عنوان کردید. بله، من هم امیدوارم که واقعا یه روزی رو شاهد باشیم که نه تنها در ایران بلکه در دنیا هیچ حقی ضایع نشه، من جمله حق کارگر که واقعا خیلی اهمیت داره. خب دوستان، اگر موضوع یا مطلبی هست من در خدمت شما هستم. بله جناب بازدارم، بفرمایید. من فکر میکنم که این ماده توی اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مواد بسیار مهم هست، چون که وصل به وضعیت معیشت خانوارها و وضعیت معیشت خانوارها رو اگر که ما به صورتی صحیحی براش قوانین مشخصی وجود نداشته باشه داخل یک جامعه و این قوانین رعایت نشن، کلن اون خانواده رو زیر سوال میبره، حتی تأثیرش رو روی نسل‌های آینده هم میتونیم ببینیم. و این قانون الان، این ماده الان داخل ایران در ابعاد مختلف و به اشکال مختلف داره نقض میشه. داخل این ماده مثلا گفته شده که هر انسانی حق داره که کارش رو خودش انتخاب بکنه، در صورتی که همین الان ما داخل ایران تفکیک جنسیتی داریم، به خانوم ها فشار بیشتری وارد میشه. من یه خبری رو خوندم که مثلا اینکه جدیدن استاندار فارس گفتن که خانوم ها از ساعت 12 به بعد برن خونه کار نکنن، خانم هایی که شاغل هستن. خب این از یه طرف، از اون طرف از لحاظ اعتقادات و مذاهب مختلف باز هم تفاوت قائل میشن بین افراد، و از طرف دیگه کسایی که آشنا دارن یا یه کسی رو دارن که یک سمتی داره، مسئولی هست جایی، اونها در اولویت قرار میگیرن برای پیدا کردن و مشغول شدن به کار، و همچنین موارد مختلف رتبه بندی کردن و انسانها رو اومدن درجه بندی کردن توی درجات مختلف، اینا میتونن وضعیت معیشت و کار خودشون رو پیش ببرن. در غیر این صورت دیگه اگر به جای وصل نباشن یا به حکومت وابسته نباشن، دیگه یه جورای کلاه آدم پست معرکه است. متاسفانه ببخش من ماجرا رو رها میکنم. بله همینطوره. البته این موضوع جدیدی نیست که بگیم حالا یه مدت خاصیه که این روند ادامه داره. سال هاست که این
تبعیضات در بخش‌های مختلف متأسفانه در کشور عزیزمون اجرا میشه و به قول شما هر کسی به هر ترتیبی به یه جایی وصل باشه، خب حالا میتونه تا یه حدی یه خود خیلی راحت باشه که خب امکان کار براش هست و میتونه معیشتش رو تهیه بکنه، ولی این دغدغه رو نه تنها کارگر که در تمام بخش‌های اقتصادی همه دارن، حالا کارگر دیگه ضعیف‌تری نشونه. سپاس از شما جناب بازداران، همینطور جناب حاتمی. در خدمت بانو تورا جناب آقای نوروزی هستیم که در رابطه با مسکن و کارگران صحبت دارن. جناب نوروزی ما سرپا پوش هستیم در خدمت شما. بفرمایید. سلام از من صدای بندر دارید؟ صداتون هست ولی یه مدار نامفهوم. سلام میکنم خود تعمیقی دوستان، در ارتباط با این موضوع ابتدا به این نکته اشاره میکنم. این روزهایی که از اخشاری که بس وقتی زندگی میگذرونن کارگران هستن که تمامی الان بهتر شده سلام؟ الان صدا دارید؟ صدا داریم ولی این با قطع و بفرمایید این روزهای یکی از اخشاری که به سختی زندگی میگذرونن کارگران هستن که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن مسکن و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و غیره را یکجا تجربه می‌کنند. کیفیت زندگی کارگران ایرانی حکایت از این داره که متأسفانه وعده‌های دولت مردان در ایران خصوص محقق نشدن با وضعیت کنونی نقش دولت در تسهیل معیشت زندگی کارگران و تهیه مسکن تقریبا چیزی برابر با هیچ شده. جامعه کارگری کشور در این نبود شغل مناسب با افزایش سرسام‌آور و هر روزه قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن مواجه میشه و وضعیت زندگی این قشر حداقل بگیر سخت‌تر هم شده. آنها برای نگه داشتن یک سقف بالای سرشان از سایر نیازهای زندگی خود مانند پوشاک و بخش عمده‌ای از خوراک خود چشم‌پوشی می‌کنند. کارگران و بازنشستگان کارگری در طی سالهای گذشته ثابت کردند بهترین مدیران اقتصادی در کشور بودند که با حداقل حقوق و دستمزد سالها زندگی خانوادگی خود را علیرغم بی‌توجهی‌های دولت بر معیشت مسکن آنها مدیریت می‌کنند. طبق بررسی میدانی و اخیر، حقوق ماهیانه یک کارگر صرفاً می‌تواند 25% از نیازهای ایدئال یک خانوار را برای زندگی پوشش دهد. اگر با شرایط حال حاضر یعنی ثابت ماندن درآمد کارگران نسبت به افزایش یابد، میبایست با حذف نیازهای ایدئال زندگی به زنده ماندن این نسبت را به 40% رساند. بنابراین در حالت خوشبینانه و با فرض افسانه بودن چالش‌های موجود فضای کسب و کار و تولید و اگر این کارفرمان حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت نماید، میتوان حدود 40% از نیازهای کارگران رو در زندگی را پوشش داد. اما سوال اینجاست که کارگران با توجه به خواب بودن مسئولی برای جبران مابقی نیازهای معیشتی خود باید چه اقداماتی انجام دهند؟ دست و پا کردن شغل دوم، کار کردن تا پاسی از شب و روی آوردن به شغلهای خطرناک، حذف درصد زیادی از اقلام و سبد خوراکی ها، حذف تفریحات، مسافرت ها، میهمانی ها، عدم تمایل به ازدواج فرزندان خود و دلیل هزینه‌های سنگین، حذف نیازهایی همچون خرید مسکن و لوازم خانگی، خودرو و فرار کردن از انجام هزینه‌های درمانی خود و خانواده بخشی از این اقدامات. در حال حاضر مسکن و اجاره بها بیش از 2/3 دریافتی کارگران رو می‌بله و بخش اعظمی از حقوق دستمزد کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها میشه.
بسیاری از کارگران و کارشناسان معتقدند مبلغ حق مسکن پاسخگوی هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای کارگران نیست و فعالان کارگری آن را برای اجاره حتی یک اتاق هم کافی نمی‌دانند. حتی معاونت وزارت کار نیز گفته که این مبلغ مشکل مسکن اجاره‌بهای کارگران را در این شرایط برطرف نمی‌کند. مسئولین نیز در این شرایط با اعتراضات موجود از آن دارند که افزایش حق مسکن کارگران در سالهای اخیر 400 برابر رشد داشته است. آمار حق مسکن از سال 90 تا 1400 بدین صورت است. از سالهای 90 تا 92 10000 تومان، از سالهای 93 تا 94 20000 تومان، از سالهای 95 تا 97 40000 تومان، سال 90 80000 تومان، سال 99 300000 تومان، سال 1400 450000 تومان و امسال هم 550000 تومان شد. در سال 1401 قرار بود حق مسکن کارگری 650000 تومان شود، اما دولت مبلغ آن را 550000 تومان کاهش داد. در این خصوص رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با مصوبه 650000 تومانی حق مسکن کارگران تشکل‌های کارگری صورت نگرفته، گفت در صورت نیاز به اصلاح اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن مصوبه باید مجدداً به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خودش رو طی کنه. پس از سالها مصوبه به هیئت وزیران پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب 100000 تومان از آن کسر شد و دوباره به 550000 تومان کاهش داده شد. این مقام مسئول کارگری متذکر شد امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبرو بودیم که یک حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و دیگر افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه ای نرسید. افزایش حقوقها سالی یک بار مصوب می شود که در حالی که طی یک سال با تغییر چندباره قیمت‌های کالاهای مصرفی مسکن و لزومات زندگی روبرو هستیم. لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش خرید مسکن و خرید طبقات محروم مواجهیم موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلا تکلیف بمونه. گفته می شود این مبلغ هم هنوز به طور کامل به تصویب نرسیده و هنوز از دادن این مبلغ به کارگران خبری نیست. سالهای گذشته این مبلغ تا پایان سال پرداخت می شده که اون هم تأثیری بر زندگی این قشر نداشته، اما امسال هنوز از تصویب 100% این مبلغ هم خبری نیست. متاسفانه چیزی که الان پدیدار شده اینه که کارگران متأهل برای اجاره مسکن به دنبال همخونه می‌گردند. توی آگهی‌های قبلا شاهد بودیم افراد مجرد برای اجاره مسکن به دنبال همخونه می‌گردند، اما حالا این موضوع به افراد متأهل هم سرایت کرده. حتی مبلغ ودیعه وام مسکن که 70 میلیون تومان است در بهترین حالت بتوان همون مبلغ قرض الحسنه را پوشش دهد. دیگه اجاره پیشکششون. الان وضعیت طوری شده که وقتی به مشاورین املاک جهت اجاره مراجعه میکنن دیگه کمتر از 3 میلیون تومان اجاره خونه پیدا نمیشه. حالا خونه کجا باشه و چند متر باشه اونش مهم نیست. حالا با این مبلغ اگر شانس بیاره کارفرمای خوشانصافی هم به پستش بخوره در خوشبینانه ترین حالت حداکثر 5 میلیون تومان حقوق میگیره که با این مبلغ مجبور قصه 70 میلیون تومان مبلغ ودیعه رو پرداخت کنه و هم اجاره بهار. اون هم به قیمت یک لقمه نون ساده ای که فقط شبها گرسنه سر به بالش نذاره. و این داستان برای یک کارگر متأهل با زن و بچه امکان پذیر نیست و در این صورت خبری هم از اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد نیست که متاسفانه این نوشته ها یک مشت نوشته های زیبا و دلنشین هستن که هیچ وقت در کشور ما اجرا نشده و با این برنامه‌ای که مسئولین برای مردم پیش گرفتن در چنین شرایطی حتی اگر از خود اعضای محترم شورای عالی کار و هیئت دولت نمایندگان مجلس هم سوال کنی میگن بهترین راه برای مقابله با گرانی‌های مسکن اجاره منزل اشتراکیه. بنابراین کارگران متأهل هم بهترین تصمیم رو گرفتن. رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به این خرید مسکن برای کارگران به امر محالی تبدیل شده گفت ماده 149 قانون کار هیچ وقت اجرا نشده و طرح‌های مسکن کارگران
بیشتر جنبه تبلیغاتی و اجرایی داشته. در این شرایط که فاصله هزینه ها و حد استطاعت مزدبگیران تا این حد بالاست، معلومه که اسکان غیر رسمی خونه های ارزون که استحکام لازم را ندارن رواج پیدا میکنه، یا در نهایت مزدبگیران در بافتای فرسوده سکونت میکنن. طبیعی است که این قشر از جامعه به سمت فضای مملو از ناامنی و بزهکاری و کمبود امکانات سوق داده میشن. حالا جدا از این که در این فضای اقتصادی خیلی هاشون به شغلهای خیلی سخت و خطرناک روی میارن، بسیارشون حتی جایی زندگی میکنن که تصورش هم برای ما خیلی سخته. زندگی کارگران و این قشر در مسکنهای بیکیفیت ناپایدار مزلی است که به نظر میرسه در شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی هیچ راهکاری براش پیدا نمیشه. اصل قانون 43 تأمین نیازهای اولیه ضروری مردم مانند مسکن و آموزش را بر عهده دولت گذاشته. نه تنها دولت در دهه‌های گذشته هیچ اقدام مناسبی در این مورد انجام نداده، بلکه تورم و گرونی وضعیت را هم بدتر کرد. به هر حال در شرایط فعلی با وجود دستمزدهای کارگران نمیتوان خانه های بهتر از این را برای سهم خودشون دست و پا کنند. همین الان هم سهم مسکن در سبد هزینه های خانوارهای مزدبگیر به شدت بالاست. کارگران با قرض و وام سرپناهی حداقلی برای خانوادهشان میسازند، سرپناهی که مقابل هیچ لرزه ای دوام نمی آورد. در برخی از نقاط کشور هم مثل سر پل ذهاب کارگران به سختی زندگی میکنند و به سختی روز رو شب میکنند و توی خونه های زندگی میکنن که با کوچکترین لرزه ممکنه فرو بریزه، یا بسیاری از روزها رو در چادرهای سپری میکنن که از سوز سرما به سختی میشه دوام آورد. چند خطی میخونم از حال هوای این روزهای کارگران کارخانه آرد سر پل ذهاب. کارگران ساکن محله فولادی، محله زعفرانیه و نزدیک شهرک جهاد، کارگران مال باخته، خانه باخته و به قول خودشون آینده هم باختن. یکی از این کارگران به اسم علی در گزارشی گفته خانه های ما 90% تخریب شد. نه زمینش خوب بود نه ساختش. البته بماند که اکثر کارگران کارخانه آرد در محله فولادی مستأجر بودند، نه صاحب خانه. او ادامه داد حالا در شرایطی در چادرهای زندگی میکنیم، شب را از شدت سرما در برزخیم و روز هم سر کار. سرپناه امن خونه‌ای که بشه با خیال راحت زیر سقفش خوابید فقط محدود به کارگران سر پل ذهاب و سلاس باباجانی نیست. در همین تهران و هومه هم مزدبگیران و طبقات فرودست نگران خانه‌های ناایمن هستند که با یک حادثه کوچیک از پا در میان و باعث قربانی شدن خانواده‌های کارگران میشه. یک نمونه از این مناطق مسکن مهر هشتگرد کرج است که این مسکن کم استقامت در زلزله 5 ریشتری اخیر دیوارهاش ترک برداشت. در حوزه مسکن اسکان غیر رسمی که حدود 20% اسکان خانوارهای شهری را در بر میگیره، به علاوه مناطق فرودست کارگرنشین بیشترین آسیب را در حادثه‌های طبیعی میبینند. این محلات و بافت‌های گودالی از فقر تشکیل میدن که چرا که در آن فقر به راحتی بازتولید میشه. کارشناسان اقتصادی در این مورد گفته باید مسئولیت‌های دولت به رسمیت شناخته شود. قبل از انقلاب بهای یک مسکن متعارف 3 تا 4 برابر درآمد سالانه یک مزدبگیر بود. در دهه اول انقلاب هم با وجود اینکه جنگ بود همون نسبت برقرار بود، اما موقعی که از انبوه سازی رایج شده و وضعیت به سمت مسکن وخامت پیش رفته، الان بهای یک مسکن متعارف تا چند برابر درآمد سالانه مزدبگیران رسیده، به خصوص در کلان شهرهایی که محل استقرار کارخانه ها و محل زندگی کارگران است، این نسبت حتی بالاتر هم می رود. در صورتی که بر اساس استانداردهای رفاهی جهان حد قابل قبول حد اکثر 5 برابر است، نرخ دستمزد سال 1401 عدد نجومی حدود 60% در نظر گرفته شده که این افزایش دستمزد و بهبود معیشت افزایش قدرت خرید کارگران را به همراه نخواهد داشت، زیرا تورم اجازه بهبود را نمیده و راهکار بهبود وضعیت کارگران کنترل تورم جامعه داشتن یک برنامه و دیدن وضعیت زندگی واقعی کارگران است که میتونه افزایش حقوق قدرت خرید را به دنبال داشته باشه و به جای کنترل تورم بر روی افزایش دستمزد تمرکز شده، در حالی که زمان تورم مهار بشه
افزایش دستمزد به معیشت مردم میتونه کمک بکنه. در آخر هم ماده 149 قانون کار رو خدمتون عرض میکنم که همونطور که گفته شد این نوشته‌ها فقط جنبه‌های نوشتاری دارن و منظور عملی کردن به اینها توجهی نمیشه. ماده 149 قانون کار بیان دارد کارفرمایان موظف هستند با تابونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تابونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر می‌باشند. تبصره یک، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های مربوطه همکاری لازم رو داشته باشند. تبصره دو، نحوه و میزان همکاری مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده که طبق آیین‌نامه خواهد بود که توسط وزارتین کار، امور اجتماعی و مسکن شهرسازی تهیه و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان دارد داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند. به نظر می رسد موزل مسکن دغدغه کارگران در این زمینه در شرایط فعلی بدون ایجاد تغییرات ساختاری و فراهم آوردن امکانات زیرساختی به نتیجه نمی رسد. ولی به امید روزی که تمام اقشار جامعه نه تنها کارگران بلکه تمام کسانی که زحمت می کشند اونجوری که لایق هستن بتونن زندگی کنن و طعم یک زندگی خوب بچشن. ممنون میشم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خسته نباشید. تشکر میکنم از همگی. ممنون جناب نوروزی عزیز. سپاس از ارائه مطلبتون. البته که مسکن دغدغه هر فردی در هر کجای دنیا، حالا ما در روز ایران صحبت میکنیم و کارگران به دلیل ضعف بنیه‌ای که دارن تو حالا تو هر منطقه ای خب از این بابت بیشتر در مسیر هستن و دغدغه بیشتری رو میتونن داشته باشن که اگر چنانچه یه روز حالا برای کارگرایی که روزمزد کار میکنن اگر کار رو از دست بدن چطور میتونن جبران بکنن معیشتشون رو از جمله مسکنشون رو، واقعا معضل بزرگی در ایران. حالا میدونم که حداقل توی خیلی از کشورها حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم کارگر اینقدر حقش تضییع نمیشه که تو ایران مثلا تو این دهه اخیر شاهدش بودیم. جای تأسف داره ولی خب همچنان که شما بودیم منم امیدوارم که این روز برسه که این دغدغه از بین بره. بسه انشالله امیدواریم که از بین بره. متشکرم. خب بانو ترابی در خدمت شما هستیم با موضوع امنیت شغلی. البته خیلی متاسفم که این جلسه ما همش کلن در رابطه با موارد ناخوشایند باید صحبت بشه و ما شنیده بشویم. حالا خب چیزی که موجوده و باید امیدوارم که هرچی زودتر شاید برطرف شدن این موضوع بشه. بانو ترابی ما آماده شنیدن صحبت شما هستیم، اگر آماده هستیم بفرمایید. مایک باز. جناب افتاده میشه مایک رو براشون باز کنیم؟ باید تو را بی تست کنیم. آیا احمدی خب بفرمید. جناب گلستان جو من به شما گفتم این میشه من دوباره ادمین کنی یه لحظه من اینترنت هم قطع شد بس شد ولی شما نگاه مطلب نخ
چرا خوندم من فقط چون نمیدونستم چیکار باید بکنم به آقای افشارزاده گفتم ایشون گفت از طریق هاست فقط میتونیم شما رو دوباره اد میکنیم که خب من نمیدونستم باید چیکار بکنم اگر میتونین راه نمیدونیم بگیم من چیکار کنم انجام بدم آقای افشارزاده شما که ادمین هستین خانم ترابی رو مایکشو براشون آزاد کنید فکر میکنم که باز شد. صدای منو بریم. بله. سلام، سلام خدمت همگی. عصر همگی بخیر، خسته نباشیم. کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد اونها به شمار میره و اون در رابطه با میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا میکنه. اما عده‌ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و میتونن شرایط خودشون رو به دیگران تحمیل کنن و از تعهدات خیش به آسانی شانه خالی کنن. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، افراد وابسته به آنان متکی به نیروی کارشون هست، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمیتونن در سطح برابر با گروه اول قرار بگیرن. لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرن. همچنین با صنعتی شدن جوامع انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و غیره قرار گرفته. لذا باید تدابیری پیش بینی بشه که امنیت شغلی و فکری افراد ذی‌نفع تأمین بشه تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشن. انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور هست که در کشور ما نیز قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل مقرراتی را وضع می‌کند. ولی متأسفانه این مقررات هیچ وقت اجرا نشده. نه اینکه هیچ وقت اجرا نشه، نادیده داره گرفته میشه و روز به روز شاهد پایمال شدن این قوانین هستیم. انسان برای ادامه زندگی و امرار معاشش نیاز به داشتن شغل برای کسب درآمد و تأمین نیازهای اساسی خودش هست. هر شخصی با توجه به نیازهای خودش به دنبال شغل مناسب میره و در اون فعالیت میکنه. اما این شغل وابستگی به فاکتورهای بسیاری داره تا بتونه نیازهای یک فرد رو تأمین کنه. یکی از این فاکتورها عوامل که بسیار اهمیت داره و در واقع در افراد احساس رضایت، انگیزش و تلاش برای دستیابی به مراتب بالاتر رو ایجاد میکنه امنیت شغلیه. امنیت یا ایمنی در شغل به این معناست که شغل شخص شاغل برای مدتی طولانی مثلا برای مثال تا زمان بازنشستگی وی پابرجا باشه. شخصی که برای مدت معین کوتاهی برای مثال برای یک سال در یک مکان استخدام میشه و یه شخصی که به دلیل بحران‌های اقتصادی ممکنه هر لحظه شغلش رو از دست بده، این دارای امنیت شغلی نیست و معیارهایی که برای محاسبه امنیت شغلی معمول هست، یکی نمره یا رتبه امنیت شغلیه و دیگری شاخص امنیت شغلیه. البته ممکنه معیارهای دیگری هم به کار گرفته بشه. نمره یا رتبه امنیت شغلی عددیه که بیان کننده ریسک بیکاریه که در آنالیزهای آماری سرشماری از موقعیت‌ها، صنعت‌ها و حرفه‌ها به دست میاد. شاخص امنیت شغلی هم مقیاس سطح اهمیت شغلی یک کشور یا یک منطقه یا همون ریسک بیکاری در صنعت، حرفه یا مکانی هستش که وجود داره. شاید بتونیم بگیم که نبود امنیت شغلی خودش عاملیه برای پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در کشورهای کمتر توسعه یافته. در واقع به علت نبود محیطی بدون استرس برای نیروی کار و در صورت عدم رضایت از وضعیت اشتغال که همه میتونن از پیامدهای عدم امنیت شغلی باشه، بهره‌وری در این جوامع بسیار پایینه. پس شاید بتونیم به این سوال دیرینه که چرا بهره‌وری یعنی ساعات کار مفید کارگران در کشورهای مختلف متفاوته و در کشور ما نسبت به کشورهای دیگه خیلی پایین هست، پاسخش همینه.
یک اشتباه مرسوم در تعریف امنیت شغلی، انحصار این فاکتور کیفی در چارچوب ماندگاری موقعیت شغلی و به دنباله اون امنیت مالی نسبیه. این تعریف غلط نیست، اما همه ماجرا هم نیست. امنیت شغلی بازه‌ای وسیع‌تر از مشخصه‌های کاری رو در بر می‌گیره و تعریفی فراتر از اطمینان مالی رو ارائه میده. امنیت شغلی در ایران یکی از مسائل مهم و جدی بوده که در چندین سال اخیر حتی میان کارمندان دولتی و بازاریان با سابقه هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ترس از دست دادن شغل و سرمایه برای ایرانیان به وجود اومده. وضعیت نابسامان و متلاطم اقتصادی در سالهای اخیر یکی از مهمترین عوامل این امر هست. در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمون بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید میکنه و ضمانت اجراهای خاص رو برای اون در نظر میگیره. قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های اون به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروهای کار در برابر از دست دادن شغل مقرراتی وضع کرده. در راستای حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران، کمیته امنیت شغلی در وزارت کار تشکیل شده. در این کمیته مباحث مربوط به حوزه روابط کار، قراردادهای کار، امنیت شغلی نیروهای کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح میشه و راهکارهایی برای حفظ امنیت شغلی کارگران به نحوی که به کارگران و کارفرمایان آسیب وارد نشه مورد بررسی قرار میگیره. متاسفانه ما شاهد این هستیم که اینها هر روز زیر پا قرار میگیره. امنیت شغلی چه برای کارفرما و چه برای کارگر، حالا حتی کارفرماها هم ناراضی هستن. برقرار نمیشه، این امنیت شغلی وجود نداره. چه برای اون سرمایه‌دارها، برای بازاری‌ها هم این امنیت فعلا وجود نداره. بر اساس آمار در حال حاضر 22 میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت میکنند. برخی از این تعداد شاغل حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به اصطلاح در استخدام دولت یا زیر مجموعش هستند. اما نکته جالب اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای اونا خبری نیست. در واقع در 20 سال گذشته میتونیم بگیم که با توجه به اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم شده، تعادل در بازار کار بسیار به هم ریخته و همین هم باعث شده که جوانان به هر کاری تن در بدن و کارفرمایان هم هر طور که میخوان با توجه به وجود خلأ قانونی در بازار کار با کارمندان خودشون رفتار کنن و به این ترتیبه که امنیت شغلی شدیداً افت کرده و دیگه کمتر کارمندی یا کارگری به صورت دائمی و رسمی جایی استخدام میشه. حالا دیگه مدت هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغه و در این شرایط جوانان مجبور میشن با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد هم فعالیت کنن تا شغل داشته باشن. در ایران حدود 90% کارگران و 50% شاغلان با توجه به نکاتی که درباره امضای قراردادها اشاره شد امنیت شغلی ندارن. این 93% یعنی چیزی حدود 11-12 میلیون نفر در ایران امنیت شغلی ندارن که آسیب‌های جدی رو بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد می‌کنه. به این شکل که 11 میلیون نفر در آستانه ناتوانی کار، بی انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیانهای ذهنی خودشون هستن و همچنین بنیانهای خانوادگیشون. در واقع میتونیم علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی موجود به نبود نظام حقوقی مناسب در رابطه با شغل و امنیت شغلی به عنوان مؤثرترین عوامل در زمینه عدم امنیت شغلی در ایران نام ببریم. نبود امنیت شغلی میتونه موجب بحران و مشکلات فراوانی در خانواده های ایرانی بشه که از جمله کاهش انگیزه های معاشرت و تضعیف بنیه های خانوادگی، افزایش ناعادلانه برای کسب موقعیت و رفتارهای تخریبی، ایجاد و افزایش ناهنجاری در خانواده و فرزندان، کاهش در فعالیت های گروهی و مشارکت های اجتماعی، افزایش بیش از حد جرائم اجتماعی، افزایش طلاق،
افزایش گسیختگی خانوادگی و جرایم کودکان، کاهش استقلال خانوادگی و فردی، کاهش میزان تحصیلات، فقدان اعتماد به نفس در مدیریت خانواده و آینده نگری، کاهش انگیزه اختراع، کشف، نوآوری، نگرش محافظه‌کارانه به کلیه امور و کاهش ملموس بهره‌وری و راندمان کاری، افزایش هزینه ها، افزایش جرائم اقتصادی و ضرر و زیان های معنوی و ایدئولوژی و خیلی آسیب های دیگه. بنابراین مسئله امنیت شغلی یکی از متزلزل ترین امنیت ها در ایرانه که باید علاوه بر ترمیم مشکلات اقتصادی به مبارزه با اون هم بپردازیم. تدوین نظام حقوقی نوین و مطابق با الگوهای جهانی در خصوص استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی، بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان، بهبود اوضاع شرکت‌های خصوصی در جذب نیرو و داشتن محدودیت‌های قانونی در قبال استخدام کارجویان نیز می‌تونه در این خصوص کارگشا باشه که تنها به همت مسئولین زیرک و قانون‌گذاران قابل حل و رفع هستش. در چندین سال اخیر موقعیت ایران به طرز فجیعی دگرگون شده که کارگران به هیچ عنوان متاسفانه امنیت شغلی ندارن و امروز تا فرداشون هم مشخص نیست. اضطراب از دست دادن لحظه‌ای کار در بین کارگران این روزها قوقا میکنه. قوانین کار به راحتی زیر پا گذاشته میشه. معوقات مزدی کارگران در شهرهای مختلف سرتیتر خبراست. اخراج‌های نابجا، بیکار شدن کارگران هر روز سیر صعودی داشته و نارضایتی‌های کارگران به صورت تجمعات اعتراضی و اعتصابات و تظاهرات خودش رو نمایان می‌سازه. تورم 1000% و افزایش حقوق 10% معوقات مزدی، مطالبات کارگری، مشکلات بازنشستگان و کارگران و کوچک شدن هر روزه سفره کارگران و بازنشستگان و نبود امکانات موجب ناامنی و بی‌اعتمادی، فقر و استیصال کارگران میشه، به طوری که این مشکلات حتی قوت لایموت رو از سفره کارگران حذف کرده. در حالی که سران حکومتی و کارفرمایان و وابستگان رژیم در ثروت ایران غرق و بریز و به پاش‌های بی‌روی اونها مثل نورباله‌ای که چشم کارگران رو آزار میده. حقوق مادی و معنوی و سلامت جسمی و روحی کارگران و خانواده هاشون به خطر افتاده. آمار خودکشی ها به دلیل بیکاری و فقر و نداشتن امنیت شغلی سیر تصاعدی پیدا کرده. هیچ حمایتی که مبنای واقعی و صداقت داشته باشه از طرف دولت و قانونگذار وجود نداره. وعد و وعیدهای دروغین دیگه کارساز نیست. قوانین کار به راحتی لگدمال میشه و فقدان امنیت شغلی حقوق ذاتی و شهروندی رو از بین برده. انگیزه کار و پیشرفت در کار رو از بین برده. تنها درمان این مشکلات آگاهی رسانی عمومی به مردم و کارگران عزیز هست و مطالبه گری اونهاست. هرچند که به قیمت توقیف و حبس و شکنجه و حتی اعدام اونها می انجامه که ما شاهد اونها هستیم. هر روز اخبارش رو میشنویم و مشاهده میکنیم. دست‌های استعمار و استثمار جمهوری اسلامی باید با آگاهی رسانی و دادخواهی کنار زده بشه. تشکر از اینکه به من گوش دادین. این مبحث خیلی طولانیه و من در اینجا مایک رو رهایی میکنم و از همه شما تشکر میکنم. سپاس از شما بانو ترابی عزیز. البته خب شنیدن این مسائل به جز این که باعث آزار روح و روان آدم میشه چیز دیگه رو نداره. خیلی دوستشم که آدم یک دوی جلسه حداقل یکی از دوستان یه موضوعی رو عنوان کنه که یه خورده جای خوشحالی باشه برامون، که خب متاسفانه شایدش نیست. امنیت شغلی در واقع کاریه که باید دولت برنامه ریزی صحیحی داشته باشه، که حالا چه تو بخشای دولتی و چه بخشای خصوصی این هم امکان پذیر باشه. ولی از اینجایی که عملا دولت نمیخواد، نه که نمیتونه، دولت نمیخواد که مردم آب خوش از گلوشون پایین بره، عملا برنامه‌ریزی بگم مثلا صحیح انجام نمیشه، که
اولا نمیخوان که صحیح انجام بشه. قرار نیست که کارگر، کارمند یا هر کسی در ایران آزادی فکر داشته باشه. اولا وقتی که شما امنیت شغلی داشته باشین، خب فکرتون بازتره که کارهای دیگه ای انجام بدین، اصلا فقط کار نه، هر نوع عملکرد دیگه ای رو داشته باشین، اصلا فکرتون بازه که به سیاست فکر کنین. و اونجا که دولت شدیداً با این موضوع مخالفه، همه رو تو چی کنم قرار میده که اولا مردم فقط فکر این باشه که بودن یه چیزی به دست بیارن که حداقل شکمشون رو سیر کنن، حالا با حداقل ها، و به چیز دیگه ای نخوان فکر کنن. این موضوعیه که دولت جمهوری اسلامی محتاج شده. ممنون از شما بار ترابی. در خدمت جناب آقای افشارزاده هستیم با موضوع روز جهانی صلح. چه موضوع خیلی خوبیه. من واقعا هر شب از خدای خودم طلب میکنم که در نه تنها در ایران، در سر و سر دنیا شاهد صلح و آرامش و عشق و محبت باشید. امیدوارم که زنده باشم و این روزو ببینم. جناب افشارزاده، ما در خدمت شما هستیم، اگر آماده هستین سرپا گوشید. سپاس از شما جناب آقای گلستان جوی گرامی. زنده باشید. امیدوارم همچنین خوب و سلامت باشید و اون روز میرسه، با تلاش ما میرسه. آمین. روز جهانی صلح همساله در تاریخ 21 سپتامبر روز جهانی صلح برگزار میشه. این روز به صلح اختصاص داره، به طور ویژه به نبود جنگ، نبود خشونت. خیلی وقتا منجر به یک آتش‌بس موقت در مناطق جنگی شده برای دسترسی به کمک‌های انسان دوستان. این روز اولین بار در سال 1982 برپا شد و از اون زمان توسط بسیاری از کشورها، گروه‌های سیاسی، گروه‌های نظامی و افراد مختلف ادامه یافت. برای افتتاح زنگ صلح در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک به صدا در میاد. این زنگ از سکه‌های اهدای کودکان از تمام قاره‌ها به جز آفریقا ساخته شده و هدیه‌ای از سوی انجمن سازمان ملل ژاپن جهت یادآوری هزینه انسانی جنگ. در کنار این زنگ نوشته شده زنده باد صلح مطلق جهانی. و معمولا تو این روز کسایی که میخوان این روز رو گرامی داشته باشن لباسای با طرح کبوتر سفید صلح میپوشن. روز جهانی صلح فرارست میاد که بخش هایی از زمین در حال حاضر درگیر جنگن، درگیر ویرانین و هر لحظه خطر حمله های تروریستی مردم رو در سراسر دنیا تهدید میکنه. یعنی اصلا مهم نیست که اون فرد در کجا باشه، همیشه این تهدید وجود داره به مردم. با وجود این، اوضاع و احوال این زنگ صلح مطابق همیشه در سازمان ملل به صدا در میاد. حالا خیلی سوال ها به وجود میاد درباره این که اوضاع و احوال امروز جهان چجوریه. مثلا انسان ها دو تا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشتن، آوارگیشون، ویرانیشون. ولی باید بدونیم که از سال 1982 روز جهانی صلح به وجود اومد که هدفش چی بود؟ حذف جنگ، حذف خشونت. هر سال این زنگ به صدا در میاد که چه شعاری رو بده؟ زنده باد صلح مطلق جهانی. سال 1981 دولت بریتانیا و کاستاریکا یه لایحه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کردن تا یک روز خاص معروف بشه به روز بزرگداشت صلح. و هدف چی بود؟ بزرگداشت و تقویت ایده های صلح، کارها و برنامه هایی که نتیجه اون برقراری صلح باشه. سال 1982 یعنی یک سال بعد از اون اولین سالی بود که همه کشورهای دنیا روز جهانی صلح رو جشن گرفتن.
و شعار چی شد؟ مشارکت برای صلح، کرامت انسانی برای همه. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیست به مناسبت این یه پیامی داد و گفت من همه دولت‌های متخاصم رو دعوت می‌کنم تا سلاح‌های خودشون رو به زمین بذارن و آتش بس جهانی به وجود بیاد. حالا می‌خوام ببینیم تو کشور خودمون این چه تأثیری گذاشت. با توجه به این تعریف‌های جدیدی که حالا کارشناسا، حقوقدانا از صلح ارائه می‌کنن، جامعه ایران هنوز برای رسیدن به صلح در داخل خودش یه راهی بسیار طولانی در پیش داره. چون تعریف جدید ترکیبی از فقدان اعمال زور یک طرف، آزادی فردی و برابری اجتماعی. خب این سه عنصر هم عنصرهایی هستن که بر اساس نظر بسیاری از جامعه شناسان در حال حاضر در جامعه ایرانی کم رنگن. و برای اینکه این سه عنصر رو ما داشته باشیم یک راه بسیار طولانی در پیش داریم. بسیاری از تحلیلگران اما تلاش ها برای رسیدن به توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان رو در راستای تلاش برای جلوگیری از جنگ میدونن. یعنی میگن این توافقی که الان در حال چونه زدن هستن، اگر این توافق اجرایی بشه نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه عدم جنگ، به وجود نیامدن جنگ، که اون اتفاقاتی که در جنگ میفته و اون تبعات منفی و وحشتناکی که داره. تلاشی که دولت حال حاضر گام‌های پایانیشو داره برمی‌داره. پس از به پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای در دوره قبل، دوره آقای روحانی، خب خیلی از مردم به خیابون ریختن، شادی کردن، جشن گرفتن و به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای رو یک نشونه از صلح دونستن و برای اون جشن گرفتن. کمپین‌هایی هم در حمایت از این توافق و حمایت از صلح ایجاد شد و کمپین حمایت از صلح برای ایران به گفته فعالین این کمپین در توییتر از حرکت‌های خودجوش و داوطلبانه و از یک گروه دوستی شروع شد و بعد بزرگ شد و جهانی شد. فعالین این کمپین در نظر داشتن با پر کردن فضای مجازی از عکس‌های مردم سراسر جهان که شعارهایی با مضمون صلح تو دستشون، حالا پلاکارد یا صورتشون نقاشی داره، یک پیام تصویری مثبت به مردم دنیا ارائه کنن. یک تصویر مثبت که میشه در دنیای زندگی کنیم که در اون صلح وجود داره، در اون آرامش وجود داره و استرس و ترس نیست که الان من بمیرم، الان حمله تروریستی میشه یا بعد. هدف دومش چی بود؟ تولید یک فیلم و پخش اون در فضای مجازی و بعد در شبکه‌های اجتماعی که حالا عکس‌های دست جمعی‌هایی که تو گرد همایی روز شنبه 15 آگوست گرفته شده بود قرار بود ساخته بشه. ولی در داخل خود ایران گروه‌های وجود داشتن که توافق هسته‌ای رو نه تنها نشانی از صلح نمی‌دونستان بلکه نشونی از یک درگیری و ناآرامی داشتن. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 48 در کتاب صلح الحسن میگه، نوشته که حالا نوشته شیخ رازی آل یاسینه، میگه از صلح امام سوم شیعیان به عنوان پرشکوه ترین نرمش قهرمانان تاریخ خامنه ای یاد میکنه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراحل پایانی مذاکرات هسته ایران با قدرت‌های جهانی به ترجمه این کتاب بسنده میکنه. مدارا کردن و سخن گفتن با لحنی ملایم به آن، یعنی معنیش این نیست که ما حقی رو زیر پا گذاشتیم و میذاریم حق ما رو بخورن. یک تحلیلگر مسائل سیاسی از ایران گفت که در توییتر نوشت که با وجود اینکه سردمداران جمهوری اسلامی یکی از دلایل اصلی توافق هسته‌ای هستند، ولی میان اون الگو برداریشون رو از مذهب میدونن.
یعنی نمیان بگن آقا ما مجبوریم که توافق کنیم، یعنی نه، چون در مذهب آیین ما هم چیزی نوشته شده، ما هم در حال حاضر میخوایم این کار رو انجام بدیم. ولی آیا مفهوم صلح اینه؟ هیچ چیزی در طول تاریخ ثابت نبوده، مخصوصا این واژه ها و کلماتی که خیلی وقتا سیاست واردشون میشه. صلح از قدیمی ترین آرمان های بشر بوده و انسان ها در طول تاریخ به لحاظ عملی و تئوری برقراری و ادامه صلح رو تو برنامه هاشون داشتن. این جزء برنامه هایی بوده که میخواستن داشته باشن. از منظر حقوق بین الملل صلح با یک سند تعهدآور ملتزم کننده کشور هاست که باید یک سلسله ترتیبات رو انجام بدن. صلح و امنیت بین المللی اصطلاحیه که حالا در حال حاضر در روابط بین الملل از اون داریم استفاده میکنیم. هدف چیه؟ آرامش و ثبات در نظام جهان. به چه طریقی؟ به طریقی که هیچ یک از قدرت ها و واحد های سیاسی پاشو از محدوده خودش فراتر نذاره و به قلمرو یکدیگر تجاوز نکنه، اونو محترم بشماره و در حفظ آن بکوشه و از هیچ طریقی اونو مورد تهدید قرار نده. آیا واقعا دنیای حال حاضر ما اینجوریه؟ اصلا شبیه نیست. برای همین اون سه عنصری که ما میگیم در ایران در کشور خودمون الان ضعیفه، دلیل نیست که در کشورهای دیگه ضعیف نیست. نه، در همون کشور هم ضعیفه، ولی نوع برخورد حکومت با مردمش اون صلح رو اتوماتیکوار به وجود میاره که حداقل مردم خارج نمیبینن. ولی برای ایران همچین چیزی متاسفانه هنوز وجود نداره و با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین الملل من میخوام دو تا نکته رو اشاره کنم. اول اینکه صلح و امنیت بین المللی به معنی حالا خود واقعی کلمه‌اش الزاماً با حفظ وضع موجود تضمین نمیشه. حتی دلیل داره. دلیلش اینه که امکان داره قوانین و ساختارهای حقوقی اون نظام حاکم بر روابط بین الملل این یک حالت ظالمانه و تبعیض آمیز به وجود بیاره. در حالی که ما اول صحبت هم گفتم که صلح قرار مفهومش چی باشه؟ عدالت، مساوات. بنابراین پایداری اون بدون عدالت ممکن نیست. موضوع دوم، در گذشته صلح و امنیت از مفاهیمی بوده که صرفاً در حوزه نظامی و احیاناً حالا سیاسی رو کم کاربرد داشته، اما دیگه در حال حاضر اینجوری نیست. یعنی در حال حاضر اصطلاح امنیت در ابعاد وسیع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، یعنی هر جایی که شما فکرش کنید، حتی تکنولوژی معنا پیدا میکنه. و اگرچه برخوردهای نظامی و استحکامی سیاسی همچنان مهمترین تهدید کننده صلح و امنیت محسوب میشه، اما تداخل قلمروها این باعث میشه که از پیامدهای پدیده جهانی شدنه که نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه بحران. بحران چی رو به وجود میاره؟ بحران ناامنی رو به وجود میاره. وقتی ناامنی وجود بیاره عملا دیگه صلحی وجود نداره، صلحی باقی نمیمونه. بنابراین بحران های اقتصادی و فرهنگی میتونن بحران سیاسی رو به وجود بیارن و بحران سیاسی احیانا تبدیل به یک بحران نظامی میشه. متاسفانه بحران نظامی نیست، صلح رو از بین میبره. امروزه معنای صلح در حقوق بین الملل خیلی تغییر کرده و مفهوم ابتدایی صلح، حالا صلح منفی بود، به این معنا که صلح مساوی با عدم برخورد نظام، یعنی صلح میشه عدم جنگ. و بر اساس این برداشت ما از تعریف کلمه صلح، یعنی هر کی هر وقت کشوری مورد تهدید قرار میگیره، حالا میخواد متوسل به زور، اعمال خشونت آمیز یا تجاوز باشه، ما صلحو که میاریم دیگه اون تجاوز صورت نگیره.
اون زمان میتونیم بگیم صلح تحقق پیدا کرد، ولی واقعا همچین اتفاق میفته؟ کشوری بوده بخواست به کشور دیگه حمله کنه، اون کشور بگه نه ما نیاز به صلح داریم، و اون کشور بگه خب تمام دیگه من دیگه حمله نمی کنم. همچین چیزی وجود نداره. تمام تلاش دولت ها در قالب حقوق و روابط بین الملل که از بروز وضعیت جلوگیری کنه یا وضعیت رو به وجود بیاره که به خاموش کردن شعله های آتش جنگ ختم بشه. وقتی که جنگ وجود نداشته باشه عملا صلح به وجود میاد. به وسیله چی؟ به وسیله آتش بس. و ما به این میگن و به این در ادبیات سیاست میگن صلح منفی. و این همون معنای جدید صلحه. صلحی که باعث بشه یک کشور با اینکه قدرت بیشتری داره ولی به خاطر تعهدهای بین‌المللی که داره به خودش اجازه نده که بخواد به یک کشور دیگه تجاوز کنه. و این اتفاقیه که امیدواریم بیفته. ما درباره روز صلح صحبت کردیم. برای افشار داریم ما صدای شما رو نداریم. باید اون خواستار رو اعلام کرده. حالا هر کم از دوستان اگه خواستن من میتونم این کتاب رو به صورت پی دی اف در اختیارشون بذارن، حتما مطالعه کنید. واقعا کتاب خوبیه. چند لحظه ما صدای شما رو نداشتیم. حالا اگه کتابی هم معرف کردیم دوستان متوجه نشدن. آها عذر میخوام، تلفن حتما زنگ خورده. نه عذر میخوام، من کتابی معرفی اثر فیلسوف نامدار آلمانی که در اون آیه افشار زده مایکتون رو شما میبندید. تا مال سال 1000 آیه افشار زده مایکتون بسته میشه، ما صدای شما رو نداریم. مثلا الان من الان گوشی رو چیز کردم دیگه تماس نگیره. خب درباره صلح جهانیه یک کتابی فیلسوف نامدار آلمانی در سال 1795 قطع کنیم به تاریخش 1795 که در اون درباره صلح ماندگار صحبت میکنه و شش اصل رو مشخص میکنه و در اون برای اولین بار خواستار اتحاد جامعه بین‌الملل شد و تشکیل سازمانی برای برقراری صلح در جهان. از دوستان و همکاران کسی خواست من میتونم پی دی اف این کتاب رو در اختیارش بذارم. در اون صلح ماندگار یا صلح آرمانی معرفی میشه که بر اساس اون یعنی یک وضعیت رو به وجود میاره که در اون دولت‌ها با پذیرش نظام مردم سالار به اتحاد آشتی جویانه و قوانین جهانگستر دست پیدا میکنه. و وقتی که مردم به این موضوع دست پیدا کنن عملا دیگه تنش، مشکل، جنگ و تشویشی به وجود نمیاد و این میشه همون چیزی که صلح به دنبالشه، قرار نتیجهش باشه. من در انتهای صحبتم میخوام نمادهای صلح و آرامش رو در سراسر دنیا معرفی کنم. ما اولین سمبولی که داریم برای صلح سمبول آرامشه، یعنی یک سمبول مفهومیه که از ایده های سخن میگه که میل انسان ها و کشورها برای ارتباط برقرار کردن با هم دیگره. سمبول هایی داریم مثل سمبول ضد هسته‌ای، سمبول شاخه زیتون که یکی از قدیمی ترین سمبول های آرامش و صلح در اروپاست و اولین بار نیز در یونان باستان در استفاده شده. سمبول صلح و موفقیت رو داریم، سمبول قدیمی ویر یا پیروزی رو داریم که اون هم جز سمبول های صلح دسته بندی میشه.
و حالا معنای مختلفی داره، ولی باید بدونیم که بیشتر جامعه اونو به عنوان ویکتوری یا همون پیروزی میدونن که علامت های صلح در بعد از جنگ جهانی اول به اون زمان برمیگرده. ممنونم که به سخنانی من گوش فرادادید. از دوستان و همکاران اگر صحبت سوال و مطرحی باشه من در خدمتون هستم. ممنون از شما جناب جناب افشارزاده. فقط صداتون قطع شد، اگر اسم کتاب رو معرفی کردین باز من متوجه نشدم، فکر کنم دوستان دیگه متوجه نشده باشن. اسم کتاب، کتاب صلح، اسم کتاب هست کتاب صلح ماندگار اثر امانوئل کانت. من کتاب رو با اجازه شما اگر خواستید میتونم تو کارگروه کمیته ارسال کنم. خیلی هم عالی، درود بر شما. در خدمت هستم. عزیز من، خدمت شما که شد خیلی خوشحالم از دل تو این جلسه در رابطه با یه موضوعی صحبت شد که یه خورده جای امیدواری داره، که آدم یه تصور کنه آینده رو به دور از هر گونه ناآرامی و دغدغه. امیدوارم که بتونم این روزو ببینم، حالا دوستان که حتما هستن. ولی خب صلح هر کلمه زیبایی رو زیبا و پرمفهومی رو ترتیب دادن که حالا به صورت حالا عامیانه‌اش باید بگیم که هر گونه دوستی اجتماعی و همدلی و مهربونی رو ببخشید این سر صدایی که میاد، به دور از هر گونه خشونت یا هر گونه درگیری، خب کلمه صلح رو انتخاب کردن که بسیار زیباست و به قول شما امیدواریم که هرچه زودتر بتونیم این رو در سراسر دنیا شاهد باشیم. دوستان اگر در رابطه با صحبتی که جناب افشارزاده ارائه کردن مطلبی هست، خب میتونیم در خدمتشون باشیم بشنویم. در غیر این صورت بریم به بحث آزاد برسیم با موضوع حق امنیت و رفاه اجتماعی که متاسفانه در ایران با یه سری مسائل بسیار ناهنجار مواجه شدیم، که یکیش خودکشی سریالی کارگران. یکی از مطالبی رو که خب البته دوستمون آقای حاتمی در رابطه با ماده 23 و 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر که مربوط میشد به همین امنیت و رفاه در جامعه عنوان کرده بودن، که حالا یه یادآوری دیگه من بکنم، گفته بودن که در ماده 23 اعلام شده که هر کسی حتی انتخاب یک کار رو آزادانه با یک شرایط عادلانه داره و همه در برابر اون کاری که انجام میدن لازمه که دستمزد مساوی رو داشته باشن و هیچ گونه تبعیضی در این رابطه وجود نداره. من دارم به صورت مختصر میگم، نمیخوام همه بخش رو، همه مفاد ماده رو دوباره تکرار کنم. و از این موضوع، این ماده ای که در اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده که تقریبا 74 ساله که ایران به این اعلامیه ملحق شده و قاعدتا باید همه موارد رو اجرایی میکرده که خب حالا نکرده، ولی از اون بگذریم، یک اصلی رو داریم در قانون اساسی خودمون به نام اصل سوم که یک مفادی رو درش اعلام کرده که خیلی کامل و جامعه، ولی خب متاسفم که انجام شدنش رو تا حالا در بیشتر موارد، حالا اگه نگم در همه موارد، در بیشتر موارد من شاهد نبودم. یکی از موارد، یک من جا داره که این اصل رو عنوان بکنم، پیام اومد روی صفحه متوجه یه خوله حواسم پرت شد. اصل سوم اینطور عنوان شده که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه و انجام این مفاد،
یکیش ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حالا بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، که متاسفانه این فساد و تباهی رو ما در گوشه گوشه این ادارات و بخش‌های دولتی و خصوصی سال‌هاست می‌بینیم و هیچ از اون بدترش اینه که هیچ بگم هیچ مقابله‌ای با اون اجرا نمیشه. دستگاه قضایی حالا هفته هفت میشه یک برنامه رادیویی زنده بود فکر کنم از کانال 3 اجرا میشد، یکی از خانم‌های هنرپیشه بود ظاهرا دعوت شده بود در رابطه با بخشش رو من دیدم، این خانم عنوان کرد که بزرگترین گناه چیه در دین اسلام. خب مجری قرار نبذارن جواب بده، واگذار کرد به خودش، گفتش که میگن دروغه، مگر اینطور نیست؟ پس چرا تو این کشوری که حالا قراره در واقع کشور اسلامیه همه دروغ میگن، از حالا نمیخواست اسم ببرم، میگو از بالا تا پایین همه دروغ میگن، همه اول با دروغ شده. مجری هم برگشت گفتش که خب به دلیل اینکه ما کشور اسلامی نیستیم، ما در راه این هستیم که اسلامی بشیم. بعد اشاره به اختلاس ها کرد، صحبت به دزدی رسید، گفتش که خب شما الان تو کشور اسلامی چرا باید دزدی بشه، الان این همه اختلاس چیه؟ که مجری باز دوباره پاسش داد به اینکه آره ما در راه اسلامی شدن هستیم، حالا خدا به داد برسه الان در راه اسلامی شدن هستیم، اسلامی بشیم، امیدوارم که حالا با اسلامی شدن این موضوع برطرف بشه. ولی خب این بهانه خوبیه، تو الان تو بیشتر مفاد قانون اساسی این موضوع اسلام دست رو باز میذاره که نقطه مجهول باشه اون ماده، یعنی هر وقت قرار شد اکتفا کنیم به اون ماده یه راه گریزی هم کنارش باشه. بند دوم این است گفته بالاترین دولت موظفه که در بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر این محیط را در واقع ایجاد بکنه. آموزش پرورش که رایگان باشه که نیست، این چی؟ من حالا بیام تو قسمت در واقع بخش کار و کارگر رو عنوان بکنم. یکی از موارد گفته رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است، که خب عملا این موضوع رو هم نداره. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری. بیشتر موارد کلی اگه کلی در نظرش بگیریم کلی میشه بگیم این موارد موارد جامعی هست، ولی اگه وارد جزئیاتش بشیم خب راه در واقع گریز از قانون رو توی بند بند این مفاد اعلام کرده. مهمتر از همهشون که تو این اصل عنوان شده پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه است، و اون وقت این اشاره هم کرده بر طبق ضوابط اسلامی، این نقطه کوره داستانه که با این پیریزی صحیح و عادلانه اقتصادی موجب این بشه که ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه. این خود همین یه بند در واقع باید بگیم گور این دولت جمهوری اسلامی رو میکنه، چون اولا هر وقت که بابت هر مشکلی از این بند از قانون بخوایم استفاده بکنیم میتونیم دولت جمهوری اسلامی رو کلا کنار بزنیم. فقط یه نقطه کور رو گفتم توش داره، اونم طبق ضوابط اسلامیه که عملا اگر بخوان به صورت عادی بگم، اگر بخوان بپیچونن آدمو، قضات به هر علتی از این یک کلمه میتونه استفاده کنن و کلا این ماده رو برگردونم به نفع دولت جمهوری اسلامی و شما بگی اصلا من تسلیمم، من اصلا فکر کنم من صاحب
حقم، ولی نه اصلا من حقی ندارم، دولت جمهوری اسلامی همش حقه. این ترفندیه که اون شخص که اصلا نمیخوام بگم وقتی این قانون نوشته قشنگ دونه دونه جاهای رو که باید رای گریز بذاره قشنگ با این درج طبق ضوابط اسلامی راه گریز رو براش گذاشته و هیچ راه امیدی رو برای هیچ کس متاسفانه درش وجود نداره. خب دوستان اگر نظری دارن در رابطه با این حق امنیت، هرچنگی دوستان در رابطه با مسکن و کارگری حق امنیت شغلی هم صحبت شد، ولی اگر باز صحبتی هست شنوا هستیم. بله جناب شایگان، جناب بازداران، میشه این صداتون کی مایک باز میکنه؟ ای خدا دستیم آیا افشار زده عزیزم مایک دوستانمون رو باز کنیم. بیا جلسه ما خودم عدنی باشن جلسه باز کنم جوری بهتره. آیا شایگان تست کنیم ببینیم مایکتون باز نمیشه؟ نه؟ جناب افشارزاده عزیز آیا باز دارم شما چی؟ خب آیا شایگان باز دارم میزنم آقای قرآن جناب شایگان بفرمید. بله درود عرض زده خدمت همه همکاران آزاد. ممنونم که این بحث رو انتخاب کردیم که بیشتر مسئله که تو این چند وقت اخیر مخصوصا خیلی زیاد شده متاسفانه، به قول شما ما دلمون نمیخواد ولی انقدر زیاده که مجبوریم هی موارد ناخوشایند رو هی بازگو کنیم. خودکشی های سریالی که توی بین کارگران داره اتفاق میفته متاسفانه خیلی هم زیاد شده. دلیلش هم خب مشخصا عدم توانایی کارگران در تامین مایحتاجشون، معیشتشون، مسکنشون و غیره هستش. که حالا من متاسفم از این که تو کشوری که ثروت بی نهایت زیادی داره باید مردمش به این روز دچار یعنی گرفتار بشن که بیان خودکشی، یعنی ارزشمندترین دارایی خودشون که جونشون هست رو بگیرن و از بین ببرن. من واقعا نمیدونم که جمهوری اسلامی ایران به کدوم مسیر داره پیش میره، یعنی چی میخواد، واقعا چی میخواد. چون به هر حال هر چقدر ما فکر کنیم که اگر دشمن هم که باشه به هر حال برای شهروندا یک راه گریزی رو میذاره، یک راه تنفسی رو میذاره، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران هیچ راه تنفسی برای هیچ یکی از اخشار باقی نگذاشته که به این نقطه داره میرسیم که متاسفانه عزیزانمون، کارگرانمون، هموطنانمون دارن خودکشی میکنن و به صورت گسترده این اتفاق میفته متاسفانه و پیامدهای خیلی ناگوارتری خواهد داشت در آینده. ممنونم وقت در اختیار من گذاشتیم. خواهش کنم. درود بر شما. بله جای بسیار تأسفه. جناب بازداران بفرمایید. درود بر شما. منم به همین نکته میخواستم اشاره بکنم. ببینید چقدر فشار میاد، یعنی این دو قضیه امنیت شغلی و خودکشی ها کاملا به همدیگه مربوط هستن. وقتی که یه نفر میره سر کار یه شغلی رو با هزار دردسر پیدا میکنه، به دنبال اینه که بتونه معیشت خانوادهش رو رفع و رجوع بکنه. وقتی که امید داره به اون کار و امید داره به اینکه خانوادهش رو بتونه حمایت بکنه از اون طریق، این امیدش رو ناامید میکنن، تمام خاطرات و خانواده و زن و بچه و همه رو رها میکنه و به نقطه میرسه که دیگه هیچ امیدی برای آینده نداره و راه حل رو تو اینو میبینه که خودش رو از بین ببره. یعنی نمیدونم دیگه واقعا آدم به چه
صدای شما رو نداریم جناب بازار. مرحله ای میخواد برسه که همش از تصمیمات اشتباه مسئولین بود. یک ساختمونی ساختن داخل عراق با هزینه میگونن با هزینه های مردمی و در صورتی که همچی چیزی نیستیم همه از هزینه از جیب مردم رفته ولی بدون اجازه اینها. 22 هکتار این ساختمون بزرگ. جناب بازرگان صداتون خیلی قطع میشه، ما مطالبی که شما میگین متوجه نمیشیم. جناب بازرگان صدای من شما میشنید؟ جناب بازرگان ما صدای شما رو نمیشنید. الان صداتون دارم، شما صدای من رو دارین؟ الان خوب شد. بله بفرمایید. ببخشید امروز مثل این که اینترنت اینجا یه خورده ضعیفه، من عذرخواهی میکنم از همه. نمیدونم چقدر از صحبتام واضح بود. در نهایت میخواستم به این نکته اشاره بکنم که زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشه امید از بین میره و وقتی که انسان امیدی نداشته باشه در نهایت تصمیمات اشتباهی میگیره که نهایت اونها پایان دادن به زندگی خودش هست. اشاره کردم به ساختمونی که از طرف ایران داخل کشور عراق ساخته شده، الان ویدیوش داخل رسانه‌های اجتماعی هست. 22 هکتار هست این ساختمون زمینش و در چند طبقه ساخته شده. اشاره میکنن که از جیب مردم ایران ساخته شده و برای کسایی که به عتبات عالیات میرن این هزینه ها انجام شده. این هزینه ها اگر داخل ایران صرف ایجاد شغل بشه دیگه شاهد این خودکشی ها و نابود شدن زندگی ها نیستیم. متشکرم، ببخشید اگر صدا نامفهوم بود، من مایکرو را آن کنم. شکرم. البته من همین ویدئویی که شما میگیرم دیدم ولی اول تعجب میکنم اگر واقعیت داشته باشه که مردم ایران این پول داده باشه، ولی دوم متاسفم اگر واقعا مردم کشورمون اینقدر سرخوشن که پولی رو که میتونن توی کشور خودشون برای رفاه خودشون و سایر هموطنان هزینه کنن میرن در یک کشور دیگه هزینه میکنن که عملا نمیدونم چه فایده میتونه داشته باشه، مگر اینکه به جز اینکه حالا یه سری قطعا هر کسی به بعد هر عقیده هر جایی که میره دیگه اون کشور بیابون که نیست که امکانات وجود نداشته باشه، بگیم حالا مردم دارن میرن اونجا هیچ امکاناتی وجود نداره، خب احتیاج به همچین امکاناتی وجود داره. ولی اونجا هم عراق هم به نظر خودم اینقدر امکانات داره که اگر زائری میره اونجا که قرار در واقع ارزی رو تو اونجا ارائه بده و همش منفعت واسه اون کشور، هیچ امکاناتی براشون در نظر نگیرن، بگن که اگه شما میخواین خودتون اگه دوست دارین بیاین اینجا تو کشور ما چی میگن زیارت، هزینه‌های خودتون هم به خودتون بیارین، بیارین اینجا امارت درست کنین، برای خودتون جا درست کنین که اگه میان بیابون نمونین، این امکان نداره. ولی هم نمیدونم کدی که دوستا اشاره کردن که نه مردم ندادن، منم باورم نمیشه که مردم داده باشه. خب جناب رضایی شایان در خدمت شما هستیم و جناب شیر محمدی. بله آقای شیر محمدی اول شما بفرمایید. ببخش. پیرو صحبت‌هایی که آقای نوروزی فکر کنم راجع به مسکن صحبت می‌کردن. آقای حاتمی. آقای نوروزی صحبت می‌کرد. من تجربه شخصی خودم این بود که چون فعال دانشجویی و فعال محیط زیستی بودم توی ایران، یک بار به وزارت خونه‌ها رفتم صرفاً با کور دانشجویان و اینا و اونجا پرسیدم که بودجه وزارتخونه که باید خرج تجهیز مسکن و
امارت سازی ها بشه چجوریه، گفتن که از اشخاص امنیت ملی و اشخاص شورای نگهبان باید این سوالا رو بکنید و ما به عنوان شخصی که ما میرفتیم سوال میکردیم اینو میخواستیم اصلا اجازه ای نمیدادن به ما و ما رو تهدید میکردن که اینا مسئولین بالایی باید ارتباط بگیرن و با کلی پیچش و پیگیری میفهمیدم که بودجه اصلی که مجلس تعیین میکرد برای همون مسکن و امنیت شغلی بیشترش به اقلیت حوزه علمیه و گسترش حوزه علمیه در منطقه خاورمیانه میرفت و این بودجه صرف تجهیزات اقلیت مذهبی میشد و به خاطر همین خیلی از افراد وقتی میدیدن دیگه به هیچ راهی نمیرسن و راه مقابله ندارن، حتی در زندان به عنوان فعالیت محیط زیستی که الان فکر کنم شخص آقای جوکار و خانمشون سپیده کاشانی هم در زندان اوین هستن به عنوان فعال محیط زیستی، اونجا خودتون بهتر اخبار از من دارین، این نارضایتی رو مقبول میکنن و به امید روزی که این وضعیت به طور مساوی بین تمام اقلیت‌های ایرانی و پیرو هر دین مختلفی تقسیم بشه و همه به عنوان یک شهروند درجه یک رضایت کاملی داشته باشن. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید. خواهش می‌کنم. ممنون جناب شایان. امید که این روز رو هممون به زودی ببینیم. در رابطه با اعمال بودجه ها در نه تنها حالات برای محیط زیست، در سراسر ادارات شما کسی پاسخگو نیست برای یه فردی که از خارج وارد اون اداره یا اون مؤسسه بشه. یا آقا شما مثلا چقدر بودجه تخصیص دارین، مثلا تو مجلس گفتن اینقدر باید برای محیط زیست بدین، اینقدر باید برای آموزش پرورش، اینه که اگر خیلی خوب به شما پاسخ بدن میان که هنوز به ما اعلام نکردن، تو مجلس صحبت شده هنوز به ما اعلام نکردن، این اگر خیلی خوب به شما جواب بدن اینجوری جواب بدن، در غیر این صورت اگه ننزن بیرون دیگه یه همچین جوابی رو بدن. و عملا در بیشتر موارد صحبتایی که حتی حالا دیگه رسانه صدا و سیما رسانه عمومیه دیگه، وقتی تو صدا و سیما موضوعی عنوان میشه شما باید علنی حسابش بکنید، ولی عملا فقط مثل همین مفادی که در قانون اساسی عنوان شده فقط حرفای قشنگ زده میشه، عملی وجود نداره. حتی در بیشتر موارد سندیتی هم براش پیدا نمیشه. شما میگید تو مجلس این صحبت اعلام شده، گفتن که اعمال هم شده، یعنی بخشنامهش برای که ادارات رفته، میگه که نه هنوز به دست ما نرسیده و هیچ وقت هم نمیرسه. جالبش اینه. و سوالم زیاد بکنین، عذر میخوام میونه کلمتون، با زبان تهدید و فشارهای نظامی میان جلو. عرض کردم گفتم اگر خیلی خوب تعبیر شما بگیرن اینجوری جواب بدن، میذارن بیرون از اونتا. بله بله دقیقاً. ممنون از صحبتاتون جناب شیر محمدی. صحبت شما شنوا هستیم. خیلی ممنون که مایک رو من دادین. منم در پیرو صحبت دوستان خواستم اضافه بکنم که در رابطه با خودکشی و خودکشی کارگران به صورت سریالی که داره اتفاق میفته، شما اگر در واقع همین 4-5 ماه اخیر رو سایت کمیته کار کارگر رو بررسی بکنین، یعنی ماهی نیستش که بالغ بر 3-4 تا از این اخبار که از سایت های گوناگون فرستاده میشه نباشه. یکی از مسائل مهمی که ما میتونیم مورد بررسی قرارش بدیم در حوزه روانشناسی و روانشناختی جامعه به دو تا موضوع اشاره میشه کرد. یکی از مسائل این هستش که بسیاری از کارگران بنابرای مسائل مسکن معیشت و مسائلی که دوستان اشاره کردن، خشم در درون این افراد جامعه نهادینه شده و به نوعی بعضی از افراد هم انقدر فشار رسونه که میخوان این رو به عنوان یک عمل اعتراضی نشون بدن. و زمانی که شما این مباحث رو بررسی میکنید میبینید زمانی این خیلی خطرناک میشه که دیگه از اعتراض میگذره
و دیگه مشخصا کارگر از حرکت اعتراضی به عنوان مثال خودش آتیش میزنه استفاده نمیکنه و صرفا میخواد خودش رو به این ببره به عنوان در واقع وضعیت بد معیشتش. اینجاست که بسیاری از روانشناسا، من یه چند تا مقاله که بررسی میکردم خوندم، دیدم که اینجاست که دیگه این حوزه سلامت در واقع این آژیر خطرش به صدا در میاد که دیگه از بحث اعتراض هم گذشته، چون ما در سالهای قبل کشورهای دیگه، کشورهای عربی داشتیم که به عنوان مثال چند تا کارگر خودشون رو به عنوان نماد اعتراض آتیش زدن و خب حرکت‌های اعتراضی صورت گرفت، جنبش‌های اتفاق افتاد و اعتراضایی که صورت گرفت بعدش. اما در ایران این اتفاق نمی‌افته به دلیل اینکه خب سرکوب و مسائل مشکلات امنیتی بسیار بالایی هستش. و جالبه که وقتی اینو بررسی میکنیم ما میبینیم به جای اینکه دولت و حکومت یه راهکاری بیاندیشه، میاد اعلام میکنه، میگه افرادی که خودکشی میکنن، ما داشتیم یه مقام مسئولی اعلام کرده بود تو یکی از شهرها که افرادی که خودکشی میکنن جلوگیری میشه ازشون، از خانواده هاشون برای تشکیل مراسم دفن و در واقع مراسم هایی که شخصی که خودش کشته باید براش گرفته بشه. و این دیگه به نوع خودش خیلی واقعا تعجب برانگیز و تاسف‌بار هستش که دیگه طرف میاد به عنوان نماد اعتراض خودش رو جون خودش رو به خطر میندازه. در واقع دیگه اصلا براش مهم نیست حرکت اعتراضی، صرفا به این میاندیش که خودش رو نابود بکنه و بعدش دولت و حکومت به جای اندیشه میان جلوی مراسم ختم طرف رو هم میگیرن. اینه که من فکر می‌کنم، من که فکر نمی‌کنم در واقع افرادی که متخصص هستن این به صدا در اومدن این زنگ خطر رو خیلی واضح گفتن و من فکر می‌کنم در ماه‌های آینده هم اخبار خودکشی کارگران بیشتر هم باشه. خیلی ممنون که ما تو رو من دادیم. تشکر می‌کنم. سپاس از شما جناب شیر محمدی. خدمت شما که اصلا عمق فاجعه رو نمیشه تصور کرد که یه فرد باید توانش چقدر پایین بیاد تا بیاد دست به خودکشی بزنه، حالا چه برسه به خودسوزی. یعنی وقتی به یکی بگی که مثلا یک کسی خودش رو سوزونده، اصلا به قولی معروف خودش اصلا مغزش هنگ میمونه. یعنی چی؟ امکانش هست کسی خودش رو بسوزونه، مگر اینکه مثلا حالا طرف مشکل روانی داشته باشه، اون دیگه دست خودش نیست، ولی فرد عادی که همچین کاری نمیکنه. ولی ببینید عمق فاجعه کجاست، چقدر باید به نفر فشار بیاد تا دیگه دستش عملا بهش قطعا. اونی که دست به این کار میزنه حتما قبلا اعتراض کرده، به هر در دیواری زده و الان دیگه عملا دستش به هیچ کجا بند نیست و جوابگوی خانوادهش هم نمیتونه باشه. دیگه میگه بذار حداقل از بین برم که دیگه از این بدترش رو نبینم. این یه اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد، ولی عملا برای دولت جمهوری اسلامی اصلا اهمیت نداره، چون توی صحبتم عرض کردم که اصلا قرار نیست برای شما در کشورمون آرامش داشته باشیم. آرامش داشته باشیم برای جمهوری اسلامی خطرسازه. عملا من وقتی که آرامش داشته باشم فکر موارد دیگه رو میکنم. خب چرا الان 40 سال فقط چند یه تعداد آدم محدودی در رأس کارن؟ من الان آرامش خاطر ندارم، اصلا کار ندارم که کی سر کاره. هر کی سر کار هست نداره باشه جهنم بذار من یه لقمه نون پیدا کنم بذارم خرج زن بچه‌مو بدم. ولی اگر امکان اینو داشته باشم که زندگیم در آرامش باشه، حواسمو جمع می‌کنم که چرا هر روز مثلا به فرض مثلا الان یادم اومد آقای این قالیباف، آقای قالیباف این همه سمت برای چیش بوده؟ بعد تو قانون اساسی ما داریم که افراد دو تابعیتی نمیتونن در رأس امور دولتی باشن. چرا این آقا اکثریت همه دو تابعیتی هستن و بعد یه وقتایی که مثلا مثل اون آقای رئیس بانک ملی کی بود خدایا، آقای خاوری، وقتی که دزدیشو میکنه و فرار میکنه و میره، تازه بعدن صداش در میاد که این آقا دو تابعیتی بوده. خود آقایون تعجب میکنه دیگه، نمیدونیم چطور این آقا دو تابعیتی بوده و در این پست بوده. اینا چیزایی نیست که اصلا دولت جمهوری اسلامی بخواد براش جوابگو باشه. هیچ وقت نبوده و تا ابد هم نخواهد. جناب نوروزی در خدمت شما هستیم. مطلبتون اگه هست میشه.
خواستم یه نمونه از همین خودکشی هایی که پشت سر هم تو ایران داریم میبینیم ازشون روزانه. اینکه یه کارمند من خوندم، کارمند صدا و سیما بود، بعد از 25 سال تا 30 سال فکر میکنم سابقه کار، دخترشون با یه مریضی خیلی سخت مواجه میشن. بعد اینکه این پدر میاد خونه خودشه که بعد از 25 سال تا 30 سال تونسته این خونه رو خریداری کنه، اینکه این خونه رو فروخته برای هزینه درمان دخترش و اینکه وسط راه کم میاره فکر میکنم. بعد اینکه دیگه دستش به هیچ جایی بند نیست، یعنی نمیتونه کاری انجام بده. اینکه یه کارمند حالا بازنشسته یا حقوق بگیر دولته، اینکه حالا خیلی کم حقوق میتونه مثلا دریافت کنه از صدا و سیما یا خیلی پشتوانه کمی دارن. بعد اینکه دست به خودکشی زده بود تو خود همون اداره صدا و سیما، بعد از فکر میکنم 30 سال کار کردن، اینکه مداوم بیای سر کار و تمام زندگی تو ببازی و هیچ پشتیبانی نداشته باشی که ساپورتت کنه از هر لحاظی که حالا باشه، اینکه واقعا سخته آدم بتونه یه پدر باشه وسط مریضی دخترش بتونه این کار رو انجام بده. واقعا باید خیلی فشار روی آدم باشه که بتونه این کار انجام بده. ممنونم که این وقتی رو دادید. بله همینطوره. خب کارمندی و کارگری که اصلا صحبتش رو نمیتونم بکنم. کارمندی که میگیم حالا یه مرحله بالاتر هست، اکثرا کارمندا بر حسب اون حقوقی که میگیرن زندگیشون رو رله میکنن. حالا اگه تو این وسط اتفاق خاصی بیفته، هر چقدر که شما بر حسب اون اداره که داری کار میکنی توان ساپورت بیمه‌ای داشته باشی، خب میتونی تا یه حدی کارت رو راه بندازی. ولی اگر که بیشتر ادارات توان خوبی رو در رابطه با بیمه ندارن کارکنانشون، اگه اتفاق خاصی برای یکی از اعضای خانواده بیفته، عملا کلن با یه چالش بسیار بزرگی روبرو میشی که حالا این بنده خدا شانس داشته که حالا یه خونه هم داشته که تونسته بفروشه که بخشی رو ساپورت کنه که خب بازم نتونست. جناب شایگان ممنونم. جناب نوروزی از صحبتتون. جناب شایگان در خدمت شما هستیم. دستون بالا بود. خیلی ممنونم مجدد. درود عرض می‌کنم خدمت همه. ببخشید که دوباره من میام برای صحبت. دو تا نکته رو می‌خواستم عنوان کنم. یکیش در مورد همین موضوعی که شما گفتین، البته پیش از این صحبت، که چرا دو تابعیتی و فلان اینا، یعنی قوانین اصلا. ببینید جمهوری اسلامی کلا قوانینی که تو قانون اساسی وجود داره با اون قوانینی که برای مسئولین هست دو تا چیز مجزاست. یعنی روح الله خمینی عنوان کرد که نظامیان حق ورود به مسائل سیاسی و اقتصادی و اینا ندارن، ولی خب الان ما میبینیم که کل جامعه، کل کشور رو، هر بخشش رو سپاه در اختیار گرفته. پس در واقع اصلا این یک مقوله سقایی است. موضوع دوم، موضوع بحث قراردادهای کاری است که متاسفانه خیلی از این کارگران عزیز ما که در داخل کشور دوچار همچین مشکلاتی میشن که به اون نقطه میرسن که خودکشی کنن، اینه که اصلا قرارداداشون اعتباری نداره. یعنی قراردادهای 89 روزه یا همچین چیز میبندن که مشمول بیمه نمیشه، اونا رو هم تازه حقوقا رو بهشون نمیدن و خیلی مسائل دیگه. یک نکته خیلی عجیبی که من چند روز پیش با آقای شفایی یک جلسه یک کلاسی ایشون داشتیم صحبت میکردن، ایشون خیلی نکته جالبی رو اشاره کردن که همین بحث فولاد مبارک سپاهان که مبلغ 92 هزار میلیارد تومان از حق کارگران اختلاس کردن، بعد متاسفانه کارگران اون کارخونه همجور که آقای شفایی گفتن چرا اون کارخونه رو سرش خراب نمیکنن. من موندم کارگر هنوز هیچ کاری نکرده اونجا، یعنی از حقوق خودش گرفته شده، اینو میدونه ولی این کارو نکرده. مرسی. خواهش میکنم. این موردی که شما گفتین که چرا کارگرها این کارو نمیکنن، من با خودم با این موارد رو در رو بودم. همکارایی داشتیم که مثلا یه وقتایی برای اضافه کاری ماهانه‌شون معترض بودن، حالا بین خود کارمندا هیچ کس هم جرئت نمیکرد با رئیسش رسمن صحبت کنه. یه روز من یکیشون خیلی شکایت میکرد که من برای شما کار، خب چرا نمیری سراغ رئیس به خودش بگی که چرا اینجوری؟ گفت آقا همین اگه برم بگم همین هم که بهم میدن دیگه بهم نمیدن. این ترس توی همه هست.
اینا این که بگم کارمند بکنم 17 سال سابقه بود، جدید هم نبود که بگیم مثلا حالا جدید میگه بندازنش بیرون، نه انداختنی بیرون نبود، ولی عملا جرأت این که اون حقوقی هم که میگیرن از دست نده یا کم نشه عملا این کار رو نمیکرد و اعتراض نمیکرد. جناب احمدی خواه در خدمت شما هستیم. درود و وقت بخیر خدمت همگی دوستان. در راستای بحثتون حداقل به نظرم 3 نکته هست، حالا سوالی که خیلی نکاتی هستش. اولیش این ما باید توجه کنیم، خب جمهوری اسلامی سیستمیه که مردمی که کار میکنن تقریبا عمدتاً یا کارمند دولتن یا کارمند نهادهای وابسته به دولت، مثل آستان قدس رضوی، مثل سپاه پاسداران، خاتم الانبیا. قاعدتاً اینا نمیان موارد قانونی بذارن که به نفع رفاه مردم، هزینه بره دیگه. شما هر کاری که بخوای بکنی در راه رفاه مردم یا کارگرها قاعدتاً هزینه بره. اینا هم که خب نه انسانیت حالشونه نه استانداردی حالشونه، خاطر خب سعی میکنن یه جورایی مردم استعمار کنن، قاعدتاً نمیان قانونی بزنن که باز خوش هزینه ساز بشه. بعد از یه نکته دیگه، مردم اصلا توجه نمیکنن، خب این کارگری که خود سوزی میکنه یا خودکشی میکنه در اصل محصول خود سیستمه، چون که کارمند سیستمه دیگه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، و هیچ کسی حداقل در عمل در ظاهر نمیاد به معترض حکومت بشه. اینو ما هم بعد دید کارفرما هم بعد نگیم از یه سیستم معنی، چون اگه سیستم اقتصاد آزاد بود ما میومدیم میگفتیم آره چرا شرکت فلان رعایت میکنه، شرکت فلانی نیست. دقیقاً همش هم برمیگره به نهادهای قدرت و نهادهای نظامی که کسی هم نمیتونه حرف بزنه، که من خودم شاهد بودم یه دونه پاساژ اومدن ببندن، معترض شدش خود شهرداری که خود قالیباف بود معترض شد، رفتن راحت تانک آوردن گذاشتن جلوی در پاساژ. شما یه پاساژی که افتتاح کردید تانک بباشید دیگه، میگه اونجا قرار رژه بدن، دقیقه هم کنسل شد قضیه دیگه. یعنی شما علنا قدرت استفاده کردن. به خاطر همین اصلا به جای اینکه مردم باید برن خود سیستم رو فشار بیارن، نه به کارفرمای جز، حالا اونا هم سوء استفاده میکنن، عمدتا اونا هم تحت تاثیر بقیه سیستم، یعنی اینقدر هزینه و اینقدر مشکلات واسه آدمای متفرقه میذاره، این کارآفرینا همه تو دردسرن، هیچ کسی از کارآفرینی به جای نرسید تو ایران، من یعنی که به نهادهای قدرت واسه. و نکته آخر که به نظرم میرسه، خب بعد مردم به نظرم باید هزینه کنن، من باید مبارزه کنن، درسته سخته، درسته من نوعی بیرون گود نشستم، گفتنش به نظر شاید بی‌انصافانه باشه، من در جای امن نشستم، چیکارم، سیر امنیتم هست، قانونم برقراره، ولی خب شما تا هزینه نکنی هیچ چیز دست نمیاد. شما یه نون هم بخوای بخری و پولشو بدی، یه سیگار هم بخوای بخری، یه غذا بخری، یه مشروب بخری، هر چیزی که علاقه داری بخری باید هزینه‌شو بدی. اینی هم که ما الان در اروپا و آمریکا می‌بینیم که اینقدر سطح استانداردها متقاعده، شما برید تاریخ رو بخونید واقعا رفتن شکنده شده. این ما هر چقدر من خودم تکرار می‌کنم تو این جلسات، یه سری از دوستان میگن آره خب ما نشستیم بیرون نباید بگیم، خب ولی خب روشش اینه، روش کار اینه، شما باید بریم بجنگیم. چیزی که در تمام دنیا جواب داده قاعدتا در ایران هم جواب میده. مثل این که مثلا شما نگاه میکنید در همین استادیوم ها خانوما نمیتونستن برن دیگه، اینقدر رفتن تظاهرات کردن، اینقدر نظر دادن، اینقدر تو فضای مجازی فشار رو بردن، الان کم کم خدا رو شکر باز شده، مردم میرن، خانوما میرن تو استادیوم یا کارهای دیگه، مردم هر چقدر فشار بیارن به نتیجه نیست. آره خب چهار نفرم مثل اون من خدا دختر آبی رفت خوشم کشت، ولی خب نتیجه چی شد؟ نتیجه رسیدن که عمده دخترها رسیدن به آرزوشون که برن استادیوم، در نتیجه باید هزینه کرد. این هم به قول معروف نیام بگن آقا خودمون نشسته جای امن، آره درست من جای امن نشستم، ولی روش و راه اینه. حالا اگه میخواین استفاده کنن این روش، نمیخواین که هر روز بدتر میشه. خب قاعدتا سال 60 دهه 60 دهه 70 یا نبود یا خیلی کم بود، یا به قول شما حداقل روش اعتراضی بود، میخواست اعتراضش نشون بده، نمیخواست خودش رو بخوش و نابود بکنه. متشکرم. ممنون جناب. بله این سیستماتیک بودن که شما اشاره کردین همینطوریه، همین صحبتی که الان خدمتتون عرض کردم در رابطه با همین کارمندی که همکار من بود، من به جای ایشون رفتم با رئیس صحبت کردم، فکر می‌کنین چه جوابی داد؟ گفت از بالا به ما گفتن که شما مثلا به این حالا رتبه بندی کارمندی به مثلا به پیش خدمت چقدر اضافه کاری بدین، به کارمند ساده چقدر بدین، به معاون چقدر بدین، به رئیس هم چقدر بدین.
در صورتی که عملا معنی نداره از بالا به ما دست دادن چه معنی داره؟ یک کسی که از صبح اومده سر کار تا یعنی اولین نفر اومده سر کار، معمولا حالا تو ادارات پیش این خدمتگزارا جزو کسایی که اولین نفر، حالا بعد اینکه رئیس بیاد در من کارمند بانک بودم در شعبه رو باز بکنه، خدمتگزار حتما با رئیس حتما با هم اومدن. خب اینی که از اول بوده تا آخرین نفرم که همه نران این باید در رو ببنده بره بیرون، شما چطور میتونی اضافه ساعت اضافه به اشل حقوق کار نداریم، ساعت اضافه کاری رو چطور شما میتونی کم بدی؟ حالا کم میدی چطوری میخوای بیای بچسبونیش به یک کسی دیگه ای؟ از بالا به من گفتن مثلا به خدمتگزار اینقدر بدید. این همون موضوع سیستماتیک بودنه و گفتم قرار نیست در ایران آرامشی وجود داشته باشه، چون تاریخ نشون داده هر وقت که کشور به یه آرامشی رسیده یه اتفاق خاصی افتاده و جمهوری جمهوری اسلامی از اون اتفاق میترسه. در رابطه با گذر از ترسی هم که شما اشاره کردین، یه خورده ما حافظه تاریخیمون ضعیفه، حالا شاید بعضی اصلا به تاریخ علاقه نداشته باشن، ولی حالا اونایی که حداقل بر حد سنشون تاریخی رو در نظر دارن، همین انقلابی هم که پیش اومد از سال 42 جماعت یواش یواش با اعلامیه درست کردن و اعلامیه پخش کردن و بعضا گرفتار رژیم شدن دست پنجه نرم کردن تا بالاخره 57 شد و جمهوری اسلامی علم شد. الان هم همینطوریه. ما یه مشکلی که بعضا داریم اینی که اگر من مشکلی دارم فقط مشکل منه، مشکل شما پیش خودت نی، مشکل من نیست، مشکل گلستانجوه. شما از این به این فکر نمی‌کنید که ممکنه که مشکل گلستانجو امروز فردا مال شما باشه، نه 10 روز دیگه مال شما باشه، میگه حالا که مال من نیست. وقتی اینجوری فکر می‌کنیم، خب اون کارگر بنده خدا فعلا یه نفر از اداره اخراج شده، بعدا میشن 5 نفر، خب حالا هنوز 100 نفر دیگه سر کارن، بعدا 20 نفر دیگه، این زمان میبره و همه طرح خودشون میکشن کنار، فعلا ما صدامون در نهایت ما کارمون از دست ندیم مثل اون چند نفر که اخراج شدن. این میشه که حالا از یه طرف کارفرما به خودش این اجازه میده که یکی کارگرا رو مثلا اخراج کنه که بتونه مثلا حالا حقشون رو بهشون نده، و قطعا از یه منبع بالاتری هم پشتوانه ای داره که خب حالا کارگری نمیتونه دفاع کنه از خودش، منم قصر در میرم. این رشته سر دراز دارد و تاش هم به اون مقام اعلای دولت جمهوری اسلامی میرسه. جناب شایان عزیز بفرمایید، در خدمت شما. یه نکته رو میخواستم آقای گلستان لو اضافه کنم. ما به عنوان عضو کانون حقوق بشر فکر کنم وظیفه و جاب دیوتیمون باید این باشه که خودمون به نهادهای بین المللی فشار بیاریم که بگیم فلان نهاد در ایران رادیکالی برخورد میکنه، پشت مردم نیست و چیزی جز هیومن رایت اصلا نمیفهمه چیه، که همینا به قول شما از سال 42 شروع شد تا 57 آروم آروم اون نهادهایی که بالاخره مثل یک هشپا میمونه دیگه، اون نهادها رو آروم آروم مثل یک هشپا بزنن تا به سر هشپا برسن و حکومت هم بعد از اینکه ببینه به سر هشپا دارن میرسن یه خورده سکولارتر با مردم برخورد کنه. درسته؟ خدمت شما که ارشاد، این که شما فرمودیم فشار بیاریم، ما فقط میتونیم اطلاع بدیم و عملاً اطلاع ما مثلا میتونه ببخشید میونه کلمتون با این مدارک بشه که ما این همه عضو هستیم، لطف کن ورزش ایران رو تحریم کن، لطف کن نهاد دیگه ایران رو تحریم کن، لطف کن اگر لازم بشه به پنتاگون بگو که چجوری توی چه نیروهای نفوذ کنه و حمله سیستماتیک به ایران انجام بده. اینا خودش دلایل نمیشه؟ آیه شایان، هیچ کس در هیچ کجای دنیا به داد شما نمیرسه، تنها کسی که به داد خودت میرسه خود خودتی. بله اون که بله، مردم باید ایران... از داخل شروع کنند، ولی کار ما هم تأثیر داره بالاخره. بله خب اونا سعی خودشون نمی کنن، ولی عملا تا خود مردم ایران نخوان هیچ اتفاقی نمیافته. بله تحریم الان
الان خدایا 40 سال ما تحریمیم، کی ضررش دیده؟ فقط مردم. چرا تحریمن؟ برای اینکه دولت ها با هم دیگه کنار نمیان. دولت ها چرا کنار با هم نمیان؟ برای اینکه دولت اسلامی، دولت جمهوری فقط ساز خودش رو میزنه، اونا هم ساز خودشون رو دوست دارن بزنن. عملا فقط این خود مردم ایرانن که میتونن هر کاری بخوان بکنن، فقط منوط به اینکه با هم دیگه باشن و اینکه من خودم از شما جدا ندونم. بله دقیقاً آقای گلستان رو، دقیقاً ما باید واقعاً این آگاهی رسانی افشاگریمون به داخل ایران جوری بشه که تمام مردم رو یک دست و یک پارچه کنیم و جوری بهشون آگاهی بدیم که در برابر شستشوی مغزی مقاومت کنن. امید به خدا. امید. جناب احمدی خواه، متشکرم جناب. متشکرم آقای گلستان. خواهش می‌کنم. بچه‌ها پیام جناب آقای احمدی خواه بفرمایید. درود بر شما. یه نکته رو فقط اول اشاره بکنم، اون که گفتم که اون ساختمون رو داخل عراق کشور دیگه ساختن به اسم مردم چیز شده، ولی در واقع از جیب مردم رفته بدون اینکه خودشون اجازه این رو داده باشن. بله همینطوره، مثل جاهای دیگه که کارهای دیگه که انجام میدن به اسم مردم میگن خیلی خودجوش انجام شده، ولی در صورتی که فعلا مسئولینی که دستی آزادی دارن توی برداشت پول از جیب مردم، این کارها رو بدون هماهنگی با مردم انجام میدن. و از طرف ببخشید من دیگه دوباره مجبورم قطع بکنم. باشه جناب احمدی خواهی عزیز، بفرمایید. در خدمت شما هستیم. درود مجدد. در راستای صحبت های دوست شما بری که پناه به قول مرا غذای مجانی تو، فقط پنیر مجانی تو چه دام و پلموشه، همچه چیزی نداریم که خارجی بیاد باز ما کاری بکنه. و یک چیزی که ما باید فراموش نکنیم اینه که مگه اروپا و آمریکا از تحریم ایران ضرر کرد؟ به نفعش نه. مگه ایران نفت تولید نمی‌کنه؟ نفت رو مفت می‌خره. چرا بده مگه؟ تا باشه حکومتی باشه که ما بتونیم تحریمش. و اگه ایران هم می‌خواد مثل عربستان تحریم نواجه، نفت 120 یورو می‌فروه، حالا میره 140 یورو می‌خره. جنس 100 یوروشون هم می‌دونن 500 یورو. در نتیجه پول نفت ایران 20 یورو 10 یورو هم در نمیاد. یعنی شما هم جنس گرون‌تر فروختی، هم ارزان‌تر خریدی مواد اولیه. بعد از اون گفتار ایشون هم یه نکتهش خیلی زشته. آدم بیاد بگه مثلا ما بیایم افشاگری کنیم به پنتاگون بگیم کجای روش استراتژیک ایرانو بزنه. ما اولی که حقوق بشری، اقدام نظامی خلاف حقوق بشری، حالا هر مدلیش باشه. شما وقتی میگین حق حیات، یعنی آدم قاتل هم ببرین محاکمش کنین، آخرام اعدامش نکنین. این دقیقاً متن خود حقوق بشری دیگه. من که نمیتونم اقدام نظامی رو توجیه کنم. در ثانی من به عنوان یه ایرانی به نظرم خیانتی که تحریک کنم یک کشوری به کشور رو حمله کنم، حتی اگر حاکم مدید بشه، بالاخره به کشور من داره حمله بشه و به مردم من زده بشه. وقتی حمله بشه مگه ما چند تا آدم رو مدیر داریم؟ حالا هزار بازی که هزار نفر برن کنار، حداقل اصلا هزار نفر کشته بشه. نمونهش هم تو عراق بازی که یه ساعت تام بری کنار، یه کشور نابود شد. اصلا حرف قشنگی نیستش که من بیام بگم آقا ما بریم مثلا به پنتاگون بگیم. یا اینکه الان ورزش ایران تحریم شد، یه آخونده گذاشت مهمه. یه چیز دیگه تحریم شد چیه؟ تو دیگه یه مستمسکی میشه، یه چیز دیگه تبلیغ رو هم میگن آقا اینا با ورزش ما هم مشکل دارن. خیلی نه من فکر کنم که جناب شایان منظورش این نبود که حالا نه دیگه برای من گفتن یه منظور شده نه حالا صداعت ها گفتن که اسم پنتاگون، پنتاگون که فدراسیون فوتبال نیستش که. پنتاگون آدم میدونه که اگه بهش استراتژی بهش بگی نقطه ضعف میشه، که من علنا بگم آقا من جاسوسی میکنم برای نیروی خارجی که نقاط ضعف کشور رو بگیرم با کمترین هزینه به اهدافش برسه. دقیقا معنی این که من به پنتاگون میخوام اطلاعات بدم، معنی دیگه من نمیتونم بازش متوجه سر بشم و منطقا معنی دیگه این نداره. شما با یک نهاد نظامی یک کشور در ارتباط باشی بخوای اطلاعات بدی به هر دلیلی، در پوشش حقوق بشر، در پوشش نظامی، در پوشش فرهنگی اطلاعات بدی، یعنی بذار خیلی زشته آدم وقت بیاد تایتل حقوق بشر به خودش بزنه بعد اقدام نظامی رو خوشحال بشه بگم من یه راهی بگم که اونا کمتر ضرر بکنن، حمله بکنن به اهدافشون. شاید ما برسیم کجا مثلا الان مردم علاوه به اهدافشون رسیدن،
ببخشید سگ میزنه گربه میرفته تو برام. الان چی دارم؟ اولی که تقریبا شده ستی که یه قسمتش که کرده یه قسمت هم که شیعه و سنی ها یه سمتش اونا گرفتن یه سمتش اینا کیوین پاره بشه یه ستی که دراد کامل جدا بشه معلوم. افغانستان هم که شاهده 20 سال رفتن موشک و بم زدن دوباره طالبانی ها با آفتاباش برگشت هیچی نشد بجز که 20 سال عقب افتاد. به نظرم آدم برای یه مدار سنجیده تر صحبت کنه. این دوستان شاید ناراحت شد ولی عذر بخوام ازش. نه حالا خودشون جواب خواهند داد ولی من میدونم قطعا منظورشون این نبود که به پنتاگون بگن که آقا مثلا این نقطه ضعف ایرانه شما به اینجا حمله کنین و بدین این کارو بکنین. قطعا این نظرشون نبود. حالا خودشون دلیلشون میگن. جناب بازرگان ادامه صحبت شما رو ما میشنویم. مرسی. من عذرخواهی میکنم یه وقتهای دیگه بچه هست دیگه مشکل پیش میاد چیزا. و ادامه صحبت هم این بود که بله بله این قضیه ای رو که ما مشکلاتی که ما به صورت متعدد روزانه باهاشون روبرو هستیم و مخصوصا روی قشر ضعیف‌تر که کارگرها هستن انتظاری نباید داشته باشیم که دیگری بخواد برای ما این رو حل بکنه. یعنی چشم امید ما اون موقع چند سال پیشا به همین قضیه برجام بود ولی الان که بیشتر فکرشو میکنیم من خودم به شخصه به این نتیجه رسیدم که برجام یک خیانتی میتونه باشه که کشورهای دیگه دارن در حال حاضر به مردم ایران انجام میدن. یعنی اگر توافق انجام بشه و هزینه و پولهای بلوکه شده مردم ایران به ایران بازگردونده بشه و متولیانی که صلاحیت ندارن داده بشه باز هم فشار رو اونها بیشتر میکنن. الان همیشه به یه حدی میرسه فشار که بعدن انسان ها معترض میشن دیگه. الان مثل آب همدان الان قطع شده مردم مجبور شدن که بیان داخل خیابون. کم کم این اعتراضات به شکلی میشه که مثلا کارگرها میگن آقا ما که حقوقی که نمیگیریم پس یه کار نکنیم. اینطوری باعث میشه که فشار به روی حکومت بیشتر بشه. ولی اگر که این پولها رو برگردونن اینا میان یه آباریکه دوباره برای این قضیه برای زنده موندن مردم از یه طرف درست میکنن ما بقیه پور هم شروع میکنن به توسعه دادن همین ایدئولوژی هایی که دارن داخل نمیدونم سوریه جنگ را بنداز و داخل افغانستان بمب ترکون و فشار رو روی مردم زیادتر بکنن. و یه خورده باید فکر میکنم آگاهانه برخورد کرد و امید به این چیزها نبست که کشورهای خارجی بخوان کمکی به ما داشته باشن. درسته اون قضیه با آقای حرف رضایی من موافق بودم که گفتن با فدراسیون ها ورزش رو تحریم بکنن و یه سری کارهای اینجوری مثل اینکه جودو رو الان چیز کردن به خاطر اینکه فشاری که روی جودوکارا می آوردن با حریف های اسرائیلی مسابقه ندن. ولی از طرف دیگه هم مخالف هستم و با آقای حرف احمدی خان موافقم که گفتن که امیدی ما نباید داشته باشیم و این هم یه جور خیانته که ما بخوایم کشورهای خارجی به کشور ما حمله بکنن و خدای ناکرده مثلا همچین موقعیت پیش بیارن. مرسی. من دیگه وقتتون رو نمیگیرم. مایکرو رو آماده کنم. سپاس از شما. بله. عملا هیچ ایرانی حتی اونایی که یه خورده بگم حالا ببخشین از این کلمه استفاده بی‌غیرت باشن ببخشین هیچ وقت به ذهنشون هم خطور نمیکنه که عده ببخشید بعضی ها که حالا برچسب خائن بهشون زده میشه اونا که جدا. ولی اولا هیچ ایرانی هم وطن پرستی به ذهنش هم خطور نمیکنه بخواد با دولتی همکاری بکنه که بخواد به هموطناش خیانت بشه یا به کشورش حمله بشه. اصلا من که تو مغزم نمیگنجه، یعنی نمیتونم تصور کنم کسی تو این مخیلش بچرخه یه همچین چیزی. ولی خب بالاخره تو هر جای تو هر بخشی متاسفانه خائنی هم وجود داره. خب بالا ممکنه این کار انجام بشه. من خب امیدوارم که همچین چیزی برای کشور ما نباشه. جناب شایان عزیز در خدمت شما هستیم. جناب شایگان تست کنید مایکتون باز. درود مجدد. من فکر کنم یه ذره از بحث اصلی خارج شدیم، بحث به انحراف کشیده شد. بحث اصلی اون بحث امنیت اجتماعی بود که
و امنیت کار و شغل و اجتماع بود که فکر می‌کنم اون بحث رو ادامه بدیم خیلی بهتر از این مباحث دیگه‌ای که به نظرم نتیجه هم نداره، یعنی هی مجادله شده بیشتر. در مورد امنیت اجتماعی فکر می‌کنم صحبت کنیم خیلی بهتر، در مورد کارگران عزیزمون صحبت کنیم، ما چه راهکاری میتونیم ارائه بدیم که کارگران، چون ما میدونیم که سندیکا به اون شکلی که تعریف میشه ما توی ایران نداریم، اتحادیه کارگریمون زیاد فعالیت آنچنانی نمیتونن بکنن، بنابراین کارگرانمون چجوری میتونیم آگاهشون کنیم؟ ببینیم تا کارگر از حقوق خودش آگاه نباشه نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، این یه چیز طبیعیه. پس ما به عنوان یک فعال حقوق بشر باید یک راهکاری ارائه بدیم، یک کاری بکنیم که اونا از حقوق خودشون آگاه بشن. من فکر کنم در این زمینه ها صحبت کنیم خیلی بهتره. ممنونم. ممنون از شما جناب شایگان عزیز. البته که یکی از دوستان اشاره کرد که ما بیرون بودیم و مثلا جامون امن افکام آقای احمدی خواه بود. از اینکه قرار شد راهکار ارائه بدیم، آگاهی رسانی متفاوته با راهکار ارائه دادن. آگاهی رسانی رو که خب قطعا هر انسانی که حالا نمیگیم فقط فعالین حقوق بشر، هر کسی که انسانیت سرش باشه خب از هر چیزی که اطلاعی داشته باشه وظیفه‌ش که اطلاعات رو پخش کنه. ولی اینکه قرار شد راهکار بدیم، راهکار هر کسی بهتر از بقیه میدونه. به فرض اگه همین جمعی که ما هستیم الان همه همون کارگرای یه بخش باشیم، خود ما بهترین راهکار رو میدونیم، ولی عملی کردنش بسته به اتحاد خودمونه. عرض کردم اگر مشکل من رو شما هم درک کردین و شما و شما و شما دیگه، قطعا دست جمعی میتونیم یه کاری انجام بدیم. جلسه ماه پیش بود، عرض کردم خدمت دوستان یه فراخانی رو از کارکنان پالایشگاه آبادان من به دستم رسید که قرار بود اعتصاب بکنن. من 8 صبح این پیام به دستم رسید. فکر نمی کنم سالها بود من اینقدر خوشحال نشده بودم. گفتم اگر این افراد یک هفته اعتصاب بکنن قطعا همه چی تغییر خواهد کرد. ولی خب متاسفانه شاهدش نبودیم. چرا؟ خب دلایل زیاد داره، بعضا تهدیدها، بعضا شاید دوباره نتونست بودن هماهنگ بشن. و یه مشکلی که دیگه هست تو همه زمینه ها، به فرض بکنیم همین تعدادی که الان هستیم ما کارگرای یک سازمان باشیم، از توی ما 5 نفرمون میرن سر کار. حالا نمیگم که 5 نفرمون جزء دسته ای هستن که هم اقلاق یا هم سوه با دولتن، بالاخره به هر علتی از ترس هستن، از ترس میرن سر کار. این 5 نفر باعث میشن که ما 20 نفر دیگه به فرد نتونیم به اون هدف برسیم. این موزلیه که حالا تو همه بخش ما داریم و راهکارش من نوعی که یکی از کارگرها میتونم بدم، باید همه هم با هم یه دست بشیم تا به هدفمون برسیم. و فقط وقتی این کار امکان پذیره که شما و من همدیگر رو درک کنیم، به صرف اینکه حالا شما وضعیت الان بهتری در حال حاضر دارین کنار نکشین من تنها بمونم و باعث این بشه که حالا دست به کار خطرناکی مثل خودکشی یا این حرف رو بزنیم. راهکار دست خود مردمه، ما نمیتونیم راهکار بدیم، یعنی نه من، هیچ کس. راهکار خود افرادتون جامعه میتونن بدن، بهترین راهکار دست خودشونه. و احتیاج به نه به کشور خوش، نه به کشور بیگانه داریم، نه به سازمان ملل هست، نه به هیچ کجا دیگه. جناب شایان عزیز صحبت شما رو میشنیم. بکنم میخوایی جواب آقای احمد فار رو بدیم. درود، دستتون درد نکنه آقای گلستان جون. فارغ از صحبتهایی که حالا شما کردین، این من جواب این دوست عزیزمون رو بدم. عرض کردین که از سال 42 تا 57 که بالاخره زمان برد و مردم هم هزینه دادن تا اون وضعیت حکومت دولت ایران عوض بشه، همه چیز هزینه داره. و من پیرو اون صحبتهایی که گفتم این بود که بالاخره اشخاصی هستن که توی ایران برین واش میکنن اکثر مردمو، که از طریق همون برین واش اون آگاهی سازی که ما میکنیم
به صفر میرسه. به خاطر همین اینا فقط اهدافشون داخل ایران هم نیست، به قولی اهداف اصلیشون اون هلال شیعی هست، یعنی دوست دارن پاشونو به خارج از کشور حتی برسونن و پایگاه خودشونو در اونجا بنا کنن. در نتیجه خود دولت‌های مختلف که اسمشون بالاخره نه یه سال نه دو سال، توی 10 سال مثلا میره تو لیست CIA، میره تو لیست پنتاگون که این آقا تحت تعقیب در یک موقعیت مناسب باید حذف فیزیکی بشه، مثل عماد مغنیه، مثل قاسم سلیمانی که اینا 1 سال 2 ساله نبود توسط دولت جمهوری خواه و دموکرات هم عوض نشد، چون اینا تحت نظر داشتن میخواستن در زمان مناسب و مکان مناسب این تارگت حذف بشه، یعنی الیمینیت بشه. و من منظورم دقیقا بابت همون پیروه این که ما باید بخوایم از پنتاگون یا دولت‌های دیگه که بیان و اون مسئولینی که باعث میشن ببخشید بیشتر مردم ایران برین واش قرار بگیرن تحت تاثیر خرافات سوپرستیشس یا چیز دیگه که همونا حق مردم رو بگیرن و ضعیف کنن، اینا خیلی میتونه کمک کنه و نهادهای بین المللی هم تو این قضیه خیلی میتونن کمک کنن. و در نتیجه این خود مردم ایران هم واقعا باید بخوان و هزینه‌ش هم بپردازن تا درست بشه. به قولی حق دادنی نیست، حق گرفتنیه و اگر این حق بخواد گرفته بشه در نتیجه یک کانسیکوئنسی داره، یک کژوالتیزی داره و از طریق اون میشه حق رو گرفت و ایران رو یک پارچه و یونایتد رو یک دست کرد. ممنون از توضیحت. متشکرم. جناب بازرگان. ببخشید من دیگه صحبت پایانی بکنم از نظر خودم، یعنی دیگه صحبت دیگه نداشته باشم. میخوام بگم که این صحبت ها هیچ ربطی نه به موضوع جلسه داره و نه هیچ کمکی میکنه به وضعیت آگاهی رسانی و وضعیت کارگران. حالا مثلا فلانی ترور بکنن یا فلانی چیکار بکنن، اصلا من نمیدونم این چه ربطی داره. فکر میکنم دوستمونم بحثشون یه چیز دیگه ای بود، یه چند تا از کلمات انگلیسی هم استفاده کردن. فکر میکنم جای این بحث ها اینجا ها نباشه و بهتره که ادامه ندیم. نظر بنده هست به عنوان یکی از اعضای کمیته. خب آیه شایان میخواست جواب آیه احمدی خان رو داده باشه که حالا سوء تفاهمی هم پیش نیاد این جلسه که صحبتشون شنیدیم. در رابطه با امنیت شغلی فکر میکنم بنزی کافی صحبت شد و اینکه ما قرار شد راهکارم بدیم که عرض کردم که ما راهکاری نداریم مگر اینکه فقط آگاهی رسانی بکنیم به عزیزانمون در کشورمون تا به حقوق خودشون آشنا باشن و بعد دیگه تسلیم با خودشونه که بخوان تسلیم باشن در رابطه با همین نقض حقوقی که دارن یا که نه یه اقدامی بکنن که از این وضعیت نجات پیدا کنن. اگر عزیزان صحبت دیگه ای نداشته باشن جلسه رو به اتمام برسونیم. فقط در پایان باید از همه همکارانم سپاسگزاری کنم که اولا در به موقع در جلسه حضور داشتن و از دوستانی که سخنرانی کردن، آقای بازداران، آقای حاتمی، آقای نوروزی، خانم ترابی و همینطور از ادمین عزیزمون که حالا هرچند با یک کمی تاخیر مایک باز میشد ولی خب دستشون درد نکنه، همینطور خانم پورآذران صدا بردار عزیز ممنون از شما. امیدوارم که کاش که میشد ماه آینده ماهی بود که دیگه این اخبار رو ما نمیشنیدیم، ولی خب امیدوارم که خیلی زودتر به این روز برسیم که در کشور عزیزمون شاهد آرامش باشیم و این اخبار رو دیگه نه بشنویم و نه ببینیم. اگر صحبتی نیست عزیزان من ختم جلسه